به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده این مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. میاری. ولی یه مقداری باید آشنا باشی وقتی داریم راجع به اقوام ایرانی صحبت میکنیم، وقتی میگیم زبان پارسی زبان مشترک ملت ایرانه، اما اقوام ایرانی در اون مملکت هستن، اون گویش های قشنگ رو دارن. بعد دیگه میتونی بزنی تو دهن تجزیه طلب که میگه آها کردی زبانه، آها کردی گویشه. خب چون بیشعور نمیفهمه یا خودشو به کوچه علیشب زده، اگه مطالعه کرده باشی بعد میتونی بهش بفهمونی. اول با زبان ملایم به عنوان اینکه بشین باش بحث کنی، گفتگو کنی تا یه حدی، تا یه تایمی، چون تو نمیتونی تا قیامت صبح بشینی بکنی تو مخ اینکه زبان گویش کردی یا آذری یا لوری، اینها همگی ریشش پارسی است و اینها گویشی از اون ریشه اصلی است. منتهای مراتب اینطوریه، اینطوری باید بری آگاهی داشته باشی وقتی داری راجع به تمامیت ارضی کشور صحبت می‌کنی، باید بفهمی داری راجع به چه جریانی صحبت می‌کنی. باید جغرافیای طبیعی کشور، جغرافیای سیاسی کشور، تاریخ عرض کنم سیاسی کشور، تاریخ اجتماعی کشورت رو بشناسی، مردمت رو بشناسی. در کنارش باید بدونی این کشور چه دورانهای چه ادواری رو پشت سر خودش گذاشته، چه کسانی اومدن، کیا ظلم کردن، کیا به هر حال خدمت کردن، چه کسانی خیانت کردن، چگونه به این کشور حمله شده. به هر حال یه تاریخی رو از کشور بدونیم و اینا مستلزم اینه که شما برید و مطالعه بکنید و وقتی هم مطالعه میکنید، مطالعه هم چیز شیرینیه، قشنگه.
و خب طبیعتا دیگه میتونی بیای و در جامعه یه مطالبی رو ضمن این که باید صداقت در کلامت باشه باید میتونی بیای و با مردم گفتگو کنی. طبیعتا اشتباه هم میکنی، طبیعتا یه مسائلی رو میگی به اصطلاح، حالا بخوایم به این شکل مطرحش بکنیم، تحلیلی هم میکنی که میبینیم اشتباه بوده و در اون لحظه این چیزی که گفتی شاید به واقعیت نزدیک بوده، ولی آینده نشون داده که نه، مطالبی که گفتی این جالب نبوده یا به عبارتی صحیح نبوده. اما حالا من خواهم نظرمو بگم در رابطه با ورود این تروریست شناخته شده بین‌المللی. به راستی یک تروریست شناخته شده بین‌المللی جواد که به خودش میگه ظریف، که ما همه چی توی این میبینیم الا ظرافت، حضور شما عرض کنم که به باور من این شخص، این ناشخصیت تروریست، این نلوند بی سواد، واقعا بی سواد، این بی شعور، به دو دلیل وارد امریکا شد. دلیل نخستش این بود که این اومد افتاد به دست و پای دولت ترامپ، به دست و پای شخص ترامپ. درسته باش دیدار نکرده، ولی شک و تردید نکنید پشت پرده از اعضای دولت، عرض کنم ترامپ، حالا سناتورن، وزیرن، وکیلن، نمایندن، حالا به هر شکلی، یعنی کسانی که به حال امریکایی هستن و با این دیدار داشتن، در این من هیچ شکی ندارم، در همون محل اقامتش، در همون جایی که فقط بهش اجازه دادن همونجا به تمرینی، که دست درد نکنه آقای ترامپ، که بالاخره یه انسان با شرف پیدا شد و به اینها کشیده زد و به اینها فهموند که بس دیگه. چون من دیشب در تلویزیون پارس در اسرائیل عرض کردم، یه مطلبی رو گفتم، یه سری دوستان برام پیام فرستادن آقای احمدی این مطلب چی بود، گفتم تا این لحظه 2-1 بازی بین امریکا و جمهوری اسلامی، 2-1 به نفع جمهوری اسلامی. یه سری دوستان متوجه نشدن با اینکه من اونجا توضیح دادم، ولی من توضیح خواهم داد. برای حضور شما عرض کنم که این اومده و پیام علی شیره‌ای رهبر حیوانات اسلامی رو برسونه به ترامپ که آقا ما غلط کردیم، هم خود من با تمام منقلم غلط کردم، همون بیمار روانی بزرگ لواطکاران، اون ابله آخونده چی بود اسمش، بیشور خمینی گربه گور شده، اون گجستگی بیشورم، اونم اشتباه کرد، غلط زیادی کرد، ما رو ببخشید. اون از دهنش بری گفتش که انقلاب دوم ما گرفتن سفارت لانه جاسوسی امریکاست، خوب جایی رو گرفتید، یقشو بچسبید، تو در دیوارا بنویسید مرگ بر آمریکا، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، پرچم شما رو انداختن دم WC، انداختن زمین، تو آشغال دونی توف کردن روش، آتیشش زدن، گروگان گرفتن، رفتن در زهران عربستان سعودی به رگبار مسلسلای پاسدارا بستنتون، در لبنان ترورتون کردن، در اروپا ترورتون کردن، هر جا امریکا گرفتن ترورتون کردن، بمب‌گذاری کردن، دستشون تو 11 سپتامبر بود، شماها نمیخواین خودتون لو بدین، ما میدونیم که بود، بن لادن باشون در ارتباط بود، هنوزم هست، اینا با همه تروریست‌ها در ارتباطن، همه اینا رو شما میدونید، منم میدونم، من جواد نلبن غلط کردیم، به گور پدرمون خندیدیم، بیا از سر تقصیرات ما بگذر و هر جارم شما بگی ما امضا میکنیم، نوکر پدرت هم هستی، ایشالله که درد و بلای اون همسر زیبات بخوره تو سر تمام این بانوان نامحترم همین فاطمه کماندو، ببخش ما رو غلط کردیم، واقعا غلط کردیم. و اون 12 تا چیزی هم که به ما گفتی، اون 12 تا به اصطلاح شرطی هم که برای ما گذاشتی، نوکر پدرت هم هستیم، امضا میکنیم، ولی آخه قربون شکل برم، اگه ما بخوایم تمام این کامیون، تو اومدی 12 تا کامیون پهن ریختی جلوی علی شیره‌ای و رهبران سپاه و اینا که ادعا میکنن و برادران لاریجانی و خود من علی جواد نلوند و اون علی آمپولزن و بقیه اراذل اوباش، همینا که میگن قوه قضاییه و مغننه و مجریه و نمیدونم حسن هفخط و محمود مشنگ و اون یارو محمد گاریچی خاتمی و غیر ازالک، تو اومدی 12 تا کامیون بزرگ، از این کامیونایی که هر کدوم چند ده تن پهن توش جا شده، همه رو ریختی و قاشق هم دادی دست ما، میگه که باید بخوریم، ما میخوریم، نوکرت هم هستیم، ولی اجازه بده مثلا این جلومون گیر میکنه، آخه نوشیدنی هم بهمون نمیدی، مثلا ما اگه بخوایم مثلا اون کامیون شماره 6 که گفتی اسرائیل رو باید به رسمیت بشناسی، غلط میکنی دیگه، به دمپر اسرائیل داری، اونم بخوایم اونم بخوریم دیگه بعد جوری میشه، خب جواب امت همیشه در صحنه سیرک و تئاتر چی بدی. به هر حال این اومده برای التماس و از اونجایی که میداند 100% میداند، هم خود بیشعورش میدونه این جواد نلوند، هم اون رهبر بیشعورتر از خودش که بیشعورترین آخونده تاریخ 400 ساله ایران در قسمت شیعه،
همین علی شیرهی بوده. باور بفرمایید، اگر شما فرض بفرمایید از ورود شاه اسماعیل صفوی تا امروز، به طور مثال عرض میکنم، 100 هزار تا 200 هزار تا 1 میلیون آخوند مثل کرم لولیده باشن، علی شیرهی در رأس همه بیشعورات، همه اونا بیشعورن، آخوند یعنی بیشعور، ولی این در رأس همه اوناست، یعنی مدال طلای بیشعوری داره، مثل محمد وزغ که مدال طلای بیشرفی رو داره، که البته الان دوم شده چون الان هوشنگ امیر بیشرف مدال طلا رو به گردنش آویخته، محمد رضا باید بجنبه، باید بجنبه چون این امیر هوشنگ بیشرف داره چهار نل میره، بعد داریم چون وضعش هم خوبه، نزدیک 12 میلیارد در طی 20 سال پول رفته تو حسابش، خب میتونه همه رو بخره دیگه، لگن فروش که با یه بستنی خریده میشه دیگه، پول خب میلیارد دیگه دانید که برا حضورتون عرض کنم که، و این که میدونه این ترامپ زیر بار این حرفا نمیره، چرا عرض میکنم؟ به دلیل این که ترامپ، این شخصی که ما داریم به عنوان رئیس جمهور امریکا میبینیم، پشت این شخص یه تفکر خوابیده. من بارها حضورتون عرض کردم آن کسایی رو که ما روی صحنه سیاسی داریم میبینیم، مثل مرکل، مثل ماکرون، مثل هر کسی که شما در جهان میبینید، اینها نماینده یک بخشی از سیاست گذاران جهانن، اینا سیاست مدارن که ما میبینیم، اینا هنرپیشه‌ای هستند که ما روی صحنه میبینیم. شما وقتی میری سینما داری یه فیلم نگاه میکنی، چند نفر رو داری رو اون پرده نقره میبینی؟ آرتیست رو میبینی و دو سه نفر دیگر رو، چند تا آدم دارن رو اون پرده دارن تکو میخورن؟ پشت این پرده منشی صحنه هست، نمیدونم کارگردان هست، فیلم بردار هست، صدا بردار هست، چه هست، چه یه جماعت ده 15 نفره 20 نفره اون پشت هم. ما اون پشت رو نمیبینیم، ما داریم فیلم رو نگاه میکنیم. اینهایی که روی صحنه ما داریم میبینیم، اینها حکم همون هنرپیشه ها رو دارن. پشت این هنرپیشه، پشت این افرادی که روی صحنه هستن، یک سیاست، کسانی که بهشون میگن سیاست گذاران جهان، سیاست گذاران جهان پشت این جریان خوابیدن. اونا هستن که به اینا میگن که اینو تو برنامه‌ت اینه، تو 4 سال برنامه‌ت اینه، تو باید این کارا رو بکنی. دست بالا اینا اینطوری خیال نکنید بازه، مثلا تصور نفرمایید که به همین سادگی بلند شدن رفتن ویتنام رو بمبارون کردن، نه، اون یک پروژه بود، یک برنامه ریزی بود برای کنترل کمونیست در جنوب شرقی آسیا، که اون قسمت آسیا داشت میرفت میشد یه چیزی مثل اروپای شرقی. 4-5 تا کشور اونجا یک مرتبه با هم متحد شدن، برمه، کامبوج، لاوس، ویتنام متحد شدن، این آتیش داشت میومد به سمت هندوستان و بنگلادش و سریلانکا و پاکستان، و از اون طرف هم میرفت به سمت از کنم فیلیپین و مالزی و اندونزی و اون جزیره کوچولوی تایوان، و چین هم بالا سرشون بود، یعنی این بنمایه هم داشت که به اون طرف آسیا هم کشیده بشه، به طرف شرق آسیا و جنوب شرقی، از کنم کاملا جنوب شرقی آسیا هم کشیده بشه، و اون منطقه حضور شما عرض کنم جنوب شرقی که حمله شد و جریان ویتنام به وجود اومد، اگر کنترل نمیشد، من البته اینو میگم نه اینکه بخوام جنگ رو توجیه کنم، جنگ هیچ توجیهی نداره، ولی سیاست هم توجیه خودشو داره، سیاست هم تعریف خودشو. شما اگر برید با اون کسانی که در جنگ ویتنام، اون رؤسای جمهوری که در شرایط در اون لحظات رئیس جمهور امریکا بودن، اونها رو باشون گفتگو کنید، اونها میتونن از نظر سیاسی، نه از نظر انسانی، اونها ناراحتن که دستور میدن هواپیمای امریکایی بلند شن برن شهر سایگون رو بمبارون کنن. نه که خیلی اونام خوشحالن، اونام انسانن، حیوان که نیستن که. منتهای مراتب وقتی که شما تو اون جایگاه قرار میگیری، رئیس جمهوری مملکتی، اونم در اون حد، در حد ایالات متحده امریکا میشی، تو سوگن یاد کردی برای خیلی چیزا، برای حفظ تمامیت ارضی کشور، برای حفظ منافع ملی شهروندان مملکتت، و برای نگه داشتن این قدرت. شما رئیس جمهور سریلانکا نشدی که، شما رئیس جمهور مثلا فرض بفهمی ساحل آج نشدی که، شما شدی رئیس جمهور امریکا. میدونی که یک قولی این طرف قضیه وایساده به اسم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با 500 کلاهک اتمی و اون ارتش عظیم، میدونی یک کشوری خوابیده به نام چین، اون موقع در دهه 70 با یه جمعیتی بالغ نزدیک به 1 میلیارد، که از این تعداد مثلا 150 تا 200 میلیونش ارتشه. خب شما باید دستور آدم کشی بدید، باید دستور قتل بدید، ولی تو یک نفری، پشت تو یه تیم خوابیده، یک تفکر خوابیده، یک اندیشه خوابیده. اینا بهشون میگن سیاستگزاران جهان. این سیاستگزاران جهان به باور من، و شاید من همه حرفایی که میزنم همش پرت و پلا باشه، چرت و پرت باشه، اشتباه باشه، من از الان اینو بگم، ولی تا این چیزی که من دارم میبینم، اگر ایمان به حرفا نداشتم نمیومدم که اینجوری عنوانش بکنم در یک جای عمومی.
در خودم نگرش می‌داشتم یا با دو سه نفر راجبش گفتگو می‌کردم، ولی من چند سال دارم اینو میگم که من یقین دارم، شکی به این موضوع ندارم که اون سیاست‌گذاران جهان برای کنترل جهان که با سرعت، اینو به این جمله خواهش کنم توجه بفرمایید، با سرعت داره میره به سمت جنگ جهانی سوم، در این شکی نکنید. ما در طی میشه گفت 15-16 سال اخیر، در طی 15-16 سال اخیر اگر با ظرافت به دنیا نگاه کنید، ما دو یا سه بار کاملا رفتیم به سوی جنگ جهانی سوم که یکی از مهمترین دلایلش تزلزل در سیاست امریکا بود به رهبری اون ابلهی که اسمش گشود اوباما، اما حاج حسین اوباما. لحظه ای که سوگند یاد کرد به عنوان رئیس جمهور امریکا، من به همه گفتم، در رادیو گفتم، گفتم از امروز این برای من حاج حسین اوباماست، این برای حفظ اسلام اومده. لحظه ای که سوگند یاد کرد، هنوز صدای خودم و چیزو آرشیوو دارم، بنابراین چیزی که میگم مطمئنم، ایمان بهش دارم. و جهان سه بار رفت به سمت جنگ جهانی رفت، یعنی جنگی که به سمت اتم نمیرفت، کار به جنگ اتمی در لحظات نخست کشیده نمیشد، اما یک درگیری بسیار وحشتناک جهان رو در بر میگرفت که محدوده این جنگ تقریبا از یوگسلاوی بیاد به سمت پایین، از کشور یوگسلاوی سابق بیاد به سمت پایین، که در این میان همین که الان از یوگسلاوی جدا شدن اینها درگیر می شدن، ترکیه درگیر می شد، یونان جزو این پلان بود، جزو این برنامه بود، کل خاورمیانه جزو این برنامه بود، و آتش این جنگ به احتمال خیلی قوی به سمت پاکستان و هندوستان کشیده می شد که درگیری اتمی اونجا به وجود می اومد، نه در این منطقه به اصطلاح دریای مدیترانه، در اون طرف جنوب اقیانوس هند به وجود می اومد. در حال و سه بار دنیا به این سمت رفت که از یه بابت خوشبختانه، از یه بابت متاسفانه. عرض میکنم چرا خوشبختانه متاسفانه. خوشبختانه یک آدم بیشعوری به نام حاج حسین اوباما در کاخ سفید بود و این باعث شد که پوتین بگه که خب من الان اول هیکلم و من الان نامبر وانم تو دنیا، و بعضی موقع خودشو کنترل کنه، نه کسی قادر باشه کنترلش کنه. از یه بابت هم بدبختانه. چرا؟ چون به این خاطر بدبختانه، چون اون ضعفی که در کاخ سفید بود بازم به خاطر وجود این ابله حاج حسین اوباما، این باعث شده بود که اروپا خودش رو در ضعف ببینه، چون پشتش خالی شده بود، خودش رو در ضعف ببینه و نمیخواستن به سمت روسیه بره، ولی به سمت امریکا هم نمیتونست تمایل داشته باشه، چون پشتش خالی بود و میدونست امریکا در یک وضعیت بسیار ضعیفی قرار داره، و اروپا میخواست خودش رو جمع جور بکنه، به طوری که به مرحله‌ای هم رسیدن که گفتن ما ارتش اروپا رو بجز ارتش ناتو میخوایم تشکیل بدیم، ناتو به جای خود، ما یک ارتش اروپایی هم میخوایم که یه بودجه‌ای هم براش گذاشتن، بودجه بسیار سنگینی هم بود که نشد دیگه، پشت پرده حالا چه مسائلی شد عرض کنم موفق نشدن و دیگه به اصطلاح در موضوع هم گذاشتن دیگه، راجعش هم صحبت نکردن، البته هنوز پرونده زیر میز است. بگذاریم، حالا از بحث اون دور نشیم. بنابراین من معتقدم که اون سیاست گذاران جهان برای کنترل شرایط بسیار خطرناک کنونی، توجه بفرمایید، خواهش میکنم، شرایط بسیار خطرناک کنونی، بسیار وحشتناک و خطرناک که الان حاکم بر جهان هست، که در رأس، یعنی کبریت این فتیله احتمال این جنگ عظیم رو، کبریتش در دست جمهوری اسلامیه، فتیلش هم حاضر و آماده است، کبریتش، و بارها هم زدن این کبریت رو که خوب خوشبختانه توسط به هر حال سیاستگزاران عاقل جهان فوت کردن تا این کبریت خاموش بشه، و اینا روشن کردن و الان هم دارید میبینید، و میبینید که الان مدام میرن کشتی میدوزن، پهپادشون رو میفرسن روی ناو هواپیمابر امریکا، مال اونا رو میزنن، دارن شیطنت میکنن، مثل بچه تخسی که تو خیابون بهش میگن بچه جون ساکت باش، این مثلا وقت یه سنگ میزن شیشه همسایه میشکنه، میگه این چه زن شیشه رو شکسته، میگه ببخشید، میره مثلا اون پشت با میخ میکنه تو زیر تو لاستیک مثلا ماشین مردم، میگه ای بهت میگیم شیشه رو نشکن، میری لاستیکو چیز میکنین پنچر میکنین، میگه ببخشید مثلا میره سنگ ور میداره میزنه تو سر مثلا حاج آقای تو محل، این بچه ناآرومه، این ناآرومه، اینو باید ساکتش کرد. حالا هر کشوری و هر محلی و هر فرهنگی هم فرهنگ خودش داره، اگه مثلا یه همچین بچه دختری تو محلهای آلمان باشه، اینو به وسیله قانون ساکتش میکنن، تو ایران بچهای محل ساکتش میکنن، بزرگای محل ساکتش میکنن. این بچه پررویی که اسمش رو گذاشته جمهوری اسلامی، این
بیش از اندازه هاش دیگه داره زر زیادی میزنه، بیش از اندازه هاش میره جلو. دلیلش چیز؟ دلیلش واضح و روشنه، چون محیط رو آماده دیده، بستر رو آماده دیده، دیده دنیا خیلی چیز تو چیزه، از شیر تو شیرم دیگه گذشته، هر کس به فکر خیشه، همه میخوان بیشتر بفروشن، بیشتر پول جمع کنن، هر کی میگه کشور من، منطقه من، قاره من، یعنی دیگه خیلی بخوان انسانی فکر بکنم، یعنی قاره ما، قاره آسیا، قاره سبز، قاره اروپا، قاره ما، که البته الان دیگه کار از قاره گذشته، الان مثلا میگن منطقه غرب اروپا، منطقه جنوب غربی اروپا. من هنوز این تقسیم بندی های سیاسی هست در بین این سیاست گذاران جهان، یعنی انگلیس همچین ککش نمیگذه که میگه به گور پدر یونان که در ورشکستگی مطلقه، آلمان خیلی دلت میسوزه کمکش کن، برای همین من از اتحادیه اروپا میخوام برم بیرون. فرانسه اصلا براش مهم نیست که بغل دستش اسپانیا و ایتالیا هم جزو فروشندگان شرابن تو دنیا، میگه گور پدرتون، من اگه شده باشه توسط کارهایی که بلدم زمین شما رو تلخ میکنم که انگورتون تلخ بشه، که در یکی دو شهر ایتالیا دیدیم این اتفاقات در شمال ایتالیا در منطقه‌ای که عرض کنم به سمت فرانسه میرید این اتفاقات افتاد، اتفاقاتی که به گوش ما نمیخوره و یعنی نمیذارن اخبارش بیاد، یه گوشه اون بغلا مینویسن که مثلا معلوم نیست چرا مثلا فلان روستایی که انگورای خیلی خوشمزه داشت تلخ شد. خب این معلوم نیست، خب چرا تلخ شد؟ در که خاک خودش تلخ نمیشه، شیرین نمیشه که. بها حضور شما عرض کنم که این سیاستگذاران جهان متوجه شدن که جمهوری اشغالگر اسلامی فرقه تبهکاران به دلیل خلع یک سیاست مدبرانه، یک سیاستی که بتواند جهان رو به شکل نرمال، نه کاملا نرمال، اون دوران دهه 70 آریامهری، اون دوران طلایی پس از جنگ جهانی دوم که واقعا یک دوران طلایی رو بشریت طی کرد و به ویژه در اون اوج قدرت علازه شانشاه آریامهر بزرگ که دنیا در یک آرامش میشه گفت کامل، یعنی اگه ما بگیم آرامش کامل بیهوده حرف نزدی، و چون نمیشه گفت آرامش نسبی، آرامش کامل بود، اتفاقاتی میافتاد تو دنیا، ولی در نهایت وقتی شما از بالا به کره زمین نگاه میکردید، کشورها رو نگاه میکردید، آنچه که بشریت رو در دهه 70 داشت آزار و اذیت میکرد اون خوشسالیای در آفریقا و اون فقر رو و درگیریایی بود که مثلا در ویتنام بود یا احتمالاً درگیری که یاسر عرفات به وجود می آورد با کمک قذافی، یه چنین اتفاقاتی بود که بلافاصله دنیا بر علیهش متحد میشد، دنیا ساکتش میکرد جریانا. اما الان ما هممون روی یک روی این کره زمین که زندگی میکنیم واقعا نشستیم روی دینامیت، روی نارنجک، این هر لحظه احتمال انفجارش هست. خب جهان دو راه داره، یا اینکه یک چنین روندی رو، یک چنین حرکتی همینطوری به راه خودش ادامه بده که طبیعتاً آخر عاقبتش مشخصه با بودن یک جنایتکار دیوانه مغروری که میخواد فلسفه استالینیسم رو به نام پوتینیسم در منطقه در کشور اتحاد شوروی به وجود بیاره و همچنان معتقده به اون جریان هست که این کشور شوراها باید متحد بشن، برای همینه که دست میذاره روی شرق اوکراین، برای همینه که کریمه رو اشغال میکنه، برای همینه دو منطقه رو از گرجستان جدا میکنه، برای همینه که میاد تحت عنوان فدراتیو روسیه خواهان یک نوع همکاری های مشترک هست با کشورهایی که ازش جدا شدن، مثل ترکمنستان، مثل از کنم ازبکستان، قزاقستان و غیر ازاله اون 16 منطقه ازش جدا شدن، این دو مرتبه خواهان بازگشت به اون دورانه. خب بودن یک همچین بیمار روانی آدمکش جنایتکاری که دوروبر خودش هم اومده 4-5 تا مثل که رو خودش فوتوکوبی گرفته، یکی رو به اسم اردوغان داره حمایت میکنه، این اردوغان رو به قدرت نرسون، بلکه این به اردوغان قدرت داره میده، این داره شارژش میکنه، یعنی اردوغان انگلیسا به قدرت رسوندن و میره پشت جمهوری اشغالگر اسلامی پنهان میشه و حمایت میکنه، کاملا رسما داره حمایت میکنه، کردهای مسلح رو در شمال عراق حمایت میکنه و از کناری میاد کردهای ترکیه رو هم حمایت میکنه، اینو اردوغان هم میدونه، اما به دلیل اینکه دستش زیر سنگ روسا هست و میدونه اروپا زیاد چشم دیدنشو دیگه نداره و این میخواد اون امپراتوری عثمانی رو در خیال احمقانه و خام خودش پیاده بکنه، پس مجبوره که چشمشو رو هم بذاره و حمایت‌های پنهانی در ظاهر پنهانی روسیه به کردستان رو قبول بکنه، مجبوره که با روسا کنار بیاد. بعد میبینیم چین از اون قالب خودش، این اژدهای خاموش از قالب خودش بیرون میاد و از درون اون سوراخ اون دماغش اون مجددا اون شعله‌ها بیرون میاد، یعنی یک بار دیگه اژدها بیدار میشه، یک اژدهایی که نمیشه دست کمش گرفت، اژدهای زردی که شما وقتی به نقشه جهان نگاه میکنید میبینید یک لکه زرد در
شرق آسیا هست که برای خودش هم تاریخ داره، هم قدمت داره، هم اتم داره و هم ارتش داره و هم همه چی داره، دریا داره، خشکی داره، بیابون داره، جلیه داره، پستی و بلندی داره، کوه داره، تمام لوازم ممکنه، تمام عوامل طبیعی رو داره و این میتونه برای جهان هم مثبت باشه هم دردسرساز باشه، که حالا راه دردسرسازی رو پیشه کردن طبق معمول، طبق اون ایدئولوژی خاص خودشون. و فراموش نکنیم هنوز کره شمالی هست و هنوز طمع کره شمالی به کره جنوبی هست، و فراموش نکنیم که فقر بیداد میکنه در آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی. حالا اگر ما اون منطقه رو، اون ور جهان رو به دست فراموشی بسپاریم، ورود این همه مسلمان به قاره سبز، ورشکستگی که گریبان ایتالیا، پرتغال، ایرلند، عرض کنم یونان رو گرفته، اروپای شرقی در فقر و فلاکت مطلق و و و و یک مجموعه دست به دست هم دادن و بستر آماده یک جنگه. خب ما باید اینو کنترلش کنیم. اگه نمیخوایم کنترلش کنیم، خیلی خوب، این روند ادامه داشته باشه با بودن پوتین، با بودن عرض کنم سایر اراذل اوباشی که تو دنیا هستن و دست راستی های افراطی که الان در اروپا دارن مجددا جون میگیرن، یعنی اون خون مرده موسولینی و هیتلر مجددا داره از زیر خاک جوانه میزنه، اون داره میاد بیرون، اون جوانه ها رو داریم میبینیم، در فرانسه داریم جاپاشو میبینیم، در هلند داریم میبینیم، که البته وقتی که شما با یک دید دیگری غیر از دید نژادپرستی به مسئله نگاه کنید، میبینید که اینا دارن میگن آقا فرانسه رو داره مسلمون، تمام الجزایری ها ریختن تو فرانسه، کشور ما تبدیل شده به یک کشور اسلامی، آلمانی ها اعتراض میکنن، سازمان های عرض کنم اسمشو فعلا در گوش خودمون بذاریم میانپرست، اعتراض میکنن که آقا این همه مسلمان ریخته تو آلمان، و وقتی که هفته گذشته رای گیری میشه در آلمان که نظر شما راجع به اسلام چیه، برای نخستین بار نشریات آلمان به صورت واضح و آشکار بیان میکنن که 50 و چند درصد، یعنی اکثریت مردم آلمان، بسیار بسیار نه مخالف اسلامن، دشمن اسلامن. این جمله مخالفت با دشمن فرق میکنه. یه موقعی هستش که یکی میگه آقا من مخالف این قومم، من دشمنم. 50 و چند درصد، 52-53 درصد میگن نه ما دشمن اسلام، ما اصلا دشمن ایدئولوژی هستیم، و توضیح میدن یک ایدئولوژیه که جنایت میکنه، فلان میکنه، و اتفاقا وقتی هم میخوام مثال بزنم اول اسم جمهوری اسلامی رو میارن، و اولا میرن سر سراغ زنا، میگن ببینید ما کنیم کشور جمهوری اسلامی ایران، ببین چیکار کرده با زنا، اعدام میکنه فلان، یعنی نشون میده جامعه بیداره، این جامعه که خودش به نظر ما به خواب زده، نه بیداره، میدونه در ایران اعدام هست، میدونه در ایران از کنم تجاوز جنسی هست، میدونه در ایران مسئله زن و مرد هست، زن در یک جایگاه بدی، در یک جایگاه غیر انسانی قرار داره و غیر روزاره. خب ما باید چیکار کنیم؟ یعنی ما، یعنی اون سیاستگذاران جهان، یا به این روند ادامه بدیم یا باید جهان رو کنترل بکنیم. اگر بخوام جهان رو کنترل بکنیم، باید بریم ریشه یابی با مسئله برخورد کنیم. ریشه یابی جریانش چیه؟ تمام فتنه زیر سر عمامه است. فتنه از عمامه خیزد نیز خم. فتنه زیر سر علی شیرهیه. خب ما به شماها پیشنهاد میکنیم، یا میاد میتمرکید با هم مذاکره میکنیم، آدم میشید، تربیت میشید، نونو بهتون میدیم، برنج هم بهتون میدیم، و باید رابطه داشته باشیم. یعنی من سفارت بزنم اونجا، تو هم سفارت تو واشنگتن وا کنی، مثل آدم مشکلی با هم داریم دیگه، من نرم در خونه سوئیس تو بری در خونه پاکستان، نه، میایم با هم میشینیم، گفتگو میکنیم، مشکلاتمون رو حل میکنیم. تو باید وارد جامعه بین المللی بشی، چون جهان نمیتونه چشمش رو ایران بذاره رو هم. ایران یک کشوری نیست، مثلا به طور مثال عرض میکنم، هدفم واقعا تحقیر هیچ ملت و کشوری نیست، ولی خب جایگاه ها حقیقت نمیشه فراموش کرد. ایران پاراگوئه نیست، پاراگوئه افتاده اون پایین پایین، ایران اوروگوئه نیست، ایران مثلا فرض بفرمایید موزامبیک نیست، ایران مثلا کشوری به اسم سوزایلند نیست، اینا کشورن، ولی اتفاق دوش بیفته به این رهگذر جهان صدمه نمیخوره، اصلا نمیخواد این ور اون ور برید. بیام تو خاورمیانه، ایران اردن نیست، ایران یمن نیست، ایران عمان نیست، چون اون کشورها حتی هر اتفاقی هم بخواد بیفته توش، اولا ما تو سرشون میزنیم، بلافاصله کنترلشون میکنیم، بخوام نابودشون هم بکنیم میکنی. مثلا میخواد تو اردن الان یه کودتای کمونیستی بشه، مثال عرض میکنم، پادشاهی اردن رو یه کودتای کمونیستی بشه، اصلا امونش نمیدن، همونجا کودتا رو خفه میکنن، همین فرانسوی ها و امریکایی ها و انگلیس ها، یعنی کار بکشه به مثلا به 200,000 کشتم، اینا میرن پیاده، اصلا نیروان پیاده میکنن، تمام اردن هم بمبارون میکنن. این کار با ایران نمیتونن بکنن. داستان ایران،
فلسفه ایران، شرایط ایران فرق میکنه. برای همین من دیشب عرض کردم دو بر یک به نفع جمهوری اسلامی. چرا؟ چون جمهوری اسلامی از این پوانا داره به نفع خودش استفاده میکنه. یعنی اونجایی که قرار باشه از مسئله ملیت، از مسئله تاریخ استفاده کنه، مثل جریان قرارداد 1975 الجزایر، میاد به سطح موسوی میگه آقا قرارداد الجزایر در حالی که یکی از اتهاماتی که به علازه شانشاریاب میزدن در پیش از شروع 57 اون جریان قرارداد الجزایر بود، اینجا ازش استفاده میکنن. چرا؟ چون اینم داخل پرانتز عرض کنم حضورتون، چون ما که همه ما هست، جمله خود بنده میگه بابا اینا شپشوان آخوندن، بیشورن، بیسوادن، نفهمن، همه اینا به جای خود واقعا بیشورن، واقعا بیسوادن، واقعا نفهمن، واقعا توی عصر حجر گیر کردن، واقعا چیزی به اسم مغزون بالا خونشون بالا پشتونشون نیست. اما این قسمت رو بذارید کنار، قسمت دیگه نگاه کنید، سکه دو رو داره، میگن شیر و خط، فقط نمیگن که شیر. اینها از زمان صفویه در سیاست بودن، شما خوشت بیاد بدت بیاد، اینا از زمان سلسله صفویه در سیاست بودن، در حتی در زمان زندیه، حتی در زمان افشاریه، منتهی کمی درصدش با این بوده. چه کسی زیر پای کریم خان خالی کرد؟ اصلا چه کسی باعث شد که خانواده زندیه ضررهای زیادی بدن؟ چه کسی باعث شد راجع به خاندان زندیه و افشاریه کم گفته بشه؟ همین آخونده. چرا این انقدر با نادر بدن؟ چرا نازشون میگن نادر بزرگ؟ بخاطر میگن نادر، در حالی که نادر خیلی بزرگتر از شاه عباس بود. فتوحات نادر رو نمیشه دستیم. نادر یکی از فاتحین بزرگ آسیا بود، یک جنجو بود، یک مرد رزمی بود. نادر تقریبا مرزهای ایران رو رسون به پیش از اسلام، تقریبا نادر اقتدار ایران رو خیلی بالا برد، مرد بزرگی بود. ولی چرا ازش تاریخ یاد نمی کنه؟ چون آخوند شیعه نذاش. بعد اینا میان تو در دسته قجرها. تمام دوران قجر رو شما نگاه کنید، از آقا محمد خان اخته به ویژه اواخرش، اواخر اخته تا اون احمد الاف ولگر، شما تمام اتفاقاتی که در تاریخ قجری افتاده ببینید جای پای آخوند است. آخوند تو سیاست بوده، آخوند دربار رو میشناسه، آخوند فلسفه شاه رو میدونه، آخوند قشنگ میدونه ملت ایران کیه و چیه و جریان چیه. اما از اونجایی که سرشت اینها ضد ایران و ایرانی است، چرا؟ خیلی ساده است، چون ریشه شون عربه، ریشه شون اون طرف الحجازه، اینا ریشه شون مال صحرای رب الخالی یا رب الخالیه، اینا مال اون طرفن، مال ایران نیستن. تو محال ایرانی باشی بیای بچه ایرانی رو بخوابونی وسط خیابون شلاقش بزنی، ولو اینکه اصلا این پدرتو کشته. تو محال ایرانی باشی اجازه بدی کرد، جوان اصیل عزیز شریف کرد که فردا میتونه بشه خلبان، میتونه بشه دکتر، مهندس، پزشک، دبیر، استاد، ورزشکار، یه کاری بشه تو اون مملکت، خدمتگزار کشورش بشه، بره بار بزنه رو دوشش، بعد بری قایم بشی سنگر بگیری با اسلحه با تیر بزنی جوان کرد رو بکشی. تو نمیتونی ایرانی باشی. تو اگر ایرانی باشی نمیتونی شطور شطور تریاک و هروئین و حشیش و مواد مخدر وارد کشور بکنی. تو اگر ایرانی باشی این بلا رو سر ملت، سیل را بندازی بر ملت، زمین لرزه مصنوعی را بندازی. پس تو ایرانی نیستی. چرا نیستی؟ چون علاقه به اون کشور نداری. چرا نداری؟ چون ریشت مال ایران نیست. بنابراین شما وقتی که جاپای این اراضی لوباشو در طول تاریخ میبینید، میبینید که اینا فقط ضربه زدن. آخوند هیچ حرکت مثبتی در طول 400 سال دوران شیعه‌گری در این دوران به ملت ایران نکرده، و تنها باری که دو تا تو دهنی خوردن از خاندان پهلوی بوده. برای همین تا تمام وجودشون تنفر داره از پهلوی، تمام وجود. همون لحظه‌ای که دست اعلیحضرت می‌بوسیدن، دست اولیحضرت می‌بوسیدن، خم می‌شدن، دعا می‌کردن تو مسجد شاه، تو مسجد نمی‌دونم گوهرشاه، تو مشهد، تو قم، تو هر جا، تو شاه چراغ، خدایا اعلیحضرت، سایه اعلیحضرت از سر ما کم نکن، اعلیحضرت شاهنشاه شیعه است، اعلیحضرت نگهبان شیعه است، همشو دروغ میگفتن. تو دهی دلشون داشتن نفرین میکردن، پسرشون نفرین میکردن، ولیعهدشون نفرین میکردن، چون اینا ضد ایرانیان. در حال جهان حالا اومده به یه مسئله رسیده که خب اینا اراذل اوباش، ما باید اینا رو ببریم. خیلی خوب، ظریف اینو میدونه، این جواد نلبن با این پیام اومده. 100% مطمئن باشید، چون من 24 ساعت صبر کردم ببینم حرفم درسته یا نه، صبر کردم برای درسته. پیام ها و صحبت های ترامپ داره نشون میده که بی خود اومدی، دومتو بذار رو کولت برو. من
با هر کسی اصلا بیا برو بشین با وزیر امور خارجه من دیگه از این دست راستر که دیگه من آدم ندارم بردستم، اصلا بیا برو بشین با همسر من برو گفتگو، اصلا بیا برو بشین بیفت رو دست و پای زن من. ما میدونیم شما خطرناکید، شما خطرناکید، شما جهان رو دارید به فساد اخلاقی و مالی و ترور و جنگ، شما تروریست و تروریست پرورید، باید برید. اینقدر ازتون پرونده تو این 40 سال جمع شده، کاخ سفید که هیچی، 600 تا کاخ سفید ما بریم عمل برنامه بیاریم بسازیم بازم پرونده بذاریم بازم کم میاد. رو رژیم تروریست و تروریست پرورید، اساستون ضد یهودی ضد مسیحی، شما ضد تمدنید، شما ضد تمدنید. پس من نمیتونم بشم من بپرسم چه ما این 12 شرطی هم که واسط گذاشتم، حکایت اون مرد پدری بود که به پسره اون رفت خواستگاری دختره، گفت خیلی خوب من دخترام بهت میدم به یه شرطی، گفت اون کو رو میبینی اون بالا گار، گفت میری از نوک کو واسه من تو وصل مرداد ها، گفت میری از روی اون کو واسه من یه مشت برف برمیداری بیاری، چجوری بگم دخترامو بهت نمیدم. خب اینا تحت هیچ شرایطی روی میز نمیشینن. اگر جمهوری اشغالگر اسلامی بنشینه در برابر ترامپ، در برابر تیم ترامپ، قبول بکنه اون 12 شرطی که جمهوری اسلامی نیست، تلویزیون ایران آریایی باید بیاد اینجا قفل بکنه، سوار هواپیما بشه، همون بریم میره. با همین صراحت که بهتون میگم اگر ما خارج از کشور بمونیم، واقعا بهتون بگم پس ما خیلی حلبی سازی، من نفر اولام که برگردم، چون تعهد دادن اینا، اینا باید تعهد بدن دیگه کشتار ایرانیان رو تعطیل کنن، یکی از تعهداتشون هم اینه، ایرانیان خارج از کشور باید میتونن راحت برگردن کشورشون رو بیانو به حال میخوایم اونجا بمونیم نمونیم، ما حق داریم پاسپورت ایرانی بگیریم بریم و بیایم، تو هم بمون حکومت کن، تو اگر با اون 12 شهر تونستی حکومت کنی بمون حکومت کن، اصلا ریاست جمهوری بعدی من میام بهتون رأی میدم، تو بمون من بهت رأی میدم، چون کارتون تمومه. خودتون میدونید این 12 شرط یعنی چی، نوشته همه توش نوشته، یعنی کلید مملکت رو دادید به دست جهان، هیچ غلطی دیگه نمیتونید بکنی، تکون بخوری تموم کارتون، بدتر از اون میشید که فکر میکنید. بنابراین قسمت دوم سفر ظریف برای چی بوده؟ وقتی که این با این پیام اومده که ما غلط کردیم، هم خمینی غلط کرد، هم انوشیره ای غلط کرد، گور پدرمون خندیدین که این همه به شما فحاشی کردیم، اتهام زدیم، همین کاری که به زودی تمام اینا که نشستن به ما فحاشی کردن به گوش همتون خواهد رسید که میان و میگن که خب ما رفتیم چیزا مگه نمی‌بینی میان صدای الحضرت پخش می‌کنم، یا نگردو نگاه کنید من راه شاهزاده رو میرم، شاهزاده فرمودن که باید برن اپوزیسیون با هم بشینه با هم چیز کنه، خودتون با هم اتحاد کنید، برای همین من هوشنگ امیر بی‌شرف رو آوردم. آره اونی که خیال می‌کنی ماهیم اون خودتی. آره شما خیال کردین که دست الحضرت رو از دست میان پرستون قطع کردین رفتین پسر ما نشستین ریگ چیدین و چغلی کردین، مثلا رضا پهلوی هم در حد قد و قواره شما تو بمیری، خیال کردی دست ماها رو در تمام زمینه از دست اعلیحضرت قطع کردین، مثلا ما دیگه الان دستمون به هیچ کس نمیرسه و رضا پهلوی هم با ما گفتگو نمیکنه، اصلا از ما بدش میاد و هی میرید پرش میکنید که ایشون هم مجبور بشه به خاطر بعضی از مسائل بگه که بله اینا از من نیستن، بعد ما میگیم خب چی دیگه رضا پهلوی ما دوستان، آقا تعطیل کن بری، ولی دیدید که ما ایستادیم، میدونی چرا؟ نه نمیتونید بدونید، چون نفهمید، چون ضد ایرانی هستید، چون مزدورید، مزدور جمهوری اسلامی هستید، مزدورید همه تو، به خاطر اینکه ما فدایی رضا پهلوی هستیم، ما میدونیم جریان چیه، همین چیزایی که شما ها میدونید ما هم میدونیم، منتها شما موقعیت دارید، اون موقعیت از ما گرفتید، ولی اون موقعیت به زودی میفته دست ما، به چشمتون کورشه، اگر برید تو قاهره توی یه اتاقم با اعلیحضرت بشینید 5 ساعت هم صحبت بکنید، تمام فیلم‌ها و عکس‌ها رو بشینید نشون بدید و تفسیر کنید، اون موقعیت دست ما میفته، ولی یک بار موقعیت دست ما میفته، ما فقط یه بار توپ زیر پامون میفته، اون یه بار که بیفته تمومه، از 60 متری همچی میزنیم به تاق دروازه که اصلا نفهمیده کجا خوردی. 20 ساله دارید حمله میکنید یه گل نتونستید بزنید، تازه میترسید ازمون، تازه ما 11 نفریم شما 22 نفری، 22 نفره 20 سال دارید حمله میکنید یه گل نتونستین بزنید، هنوز اون وسط این پاد به اون پاد میگه چیز نخون به تو بنو دارید میگه کارگوزه. حالا مسئله دومی که اومده و از ترامپ میخواد اینه، آقا اگر این قسمت رو قبول نمی کنی یه راهی بذارید برای ما میخوایم با ما چیکار کنی، میخوای بلایی که سر لیبی آوردی سر ما بیاری، سر صدام آوردی میخوای سر ما بیاری، چیکار کنیم؟ ما تکلیف اون چیه؟ الان من جواد ظریف تکلیفم چیه؟ من میدونم دیگه بعد همون بلایی که به سر خیلی شانس بیارم میشم تارق عزیز،
دیگه خیلی بخواد، خیلی بخواد من نظرم بذاری. مثلا علی شیره ای از صدام حسین بدتر میشه، اونو از توی فاضلاب کشیدش بیرون، اصلا به فاضلاب نمیرسه این مردک. خب ما تکلیف اون چیه؟ ما زن داریم، بچه داریم، فرماندهان سپاه تکلیفشون چیه؟ محسن رضایی تکلیفش چیه؟ برادران لاریجانی تکلیفش چیه؟ حالا اینا که در رأس قدرت هیچی، اونی که مال کیهان اشغال شده تهرانه، شریعت مداری، تکلیف اون چیه؟ اون هیچی. این حشمت تیغچش، نسرین ستوده، حاج خانم عبادی، تاج زاده، نوریزاد، اون زشت کلام، سایر اراذل اوباش، تکلیف اینا چیه؟ من از الان دارم میگم بچه ها نزنید، نکشید، خشونت نکنید، اعلیحضرت فرمودن خشونت نکنید، آتش نزنید، نرید بریزید در خون مردم. آقای احمدی گرفتیم گرفتیم ظریفو گرفتیم، الان مثلا داریم انگشتاشو با امردستیم مثلا میشکنیم. نکنید، این اینا تو تاریخ ثبت میشه، ما وحشی نیستیم. خب من گفتم کی قبول کرد؟ اعلیحضرت فرمودن کی قبول کرد؟ چیه که معنای نخستین اون لحظات نخست رستاخیزو نفهمه؟ چرا خودمون رو داریم گول میزنیم؟ اون لحظه ای که ملت زورش چربی، کدوم خدایی میتونه بره جلوی ملت دست رو بگه آقا 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 ول کن، آقا نزن، خودت میزنه لو لورده میکنه. خب اینو کی میدونه؟ ظریف میدونه، علی شیره ای میدونه، علی ولایتی میدونه، کمال خر رازی میدونه، منوچهر متکی میدونه، کرباس چی میدونه. ببین اسامی کیا رو رفتن از زیر خاک کشیدن بهتون دارم میگم. دختر پسر رفسنجانی میدونن، مشتبه خامنه ای میدونه، فک و فامیل اون بیناموس خمینی که توی اون یارو چیز طویله تمرگیده تو جماران میدونن، نوش هم میدونه، نتیجهش هم میدونه، همشون میدونن چه خبره، همشون میدونن چه کار کرد. هیچ کس به اندازه من نمیدونه در این 30 سال چه بلایی بر سرم اومد. من خودم میدونم چه بلایی بر سرم اومد، رژیم خودش میدونه چه بلایی بر سر ملت آورده. هنوز ملت داغه، ملت هنوز نمیفهمه چه بلایی سرش اومده. تکرار میکنم، هنوز ملت ایران نه اینکه متوجه نمیشه، نمیداند، هنوز ملت ایران نمیفهمه. معذرت میخوام، توهین نیست، نمیگم نفهمیدا، این با فهم و شعور فرق میکنه، داستان اینه که مسئله پشت و پرده است. هنوز ملت ایران نمیفهمه، نفهمیده تا الان چه بلایی به سرش اومده. بذارید اینا برن، پرونده ها بیاد رو، تا خودتون شاخ در بیارید که همین الانی که بنده دارم با شما صحبت میکنم، همین الان تو زندان اوین چه خبره، همین الان تو خونه های تیمی چه خبره، تا بیان دخترای نگونبخت و بیان که صورتاشون رو نشون نده تلویزیون، بیان بشینن بهتون بگن چند تا بهشون تجاوز شده در عرض 3 سال 4 سال، بعد به عنوان جاسوس ورشون کردن تو خیابونا، تا راننده های برخی راننده های تاکسی بیان بهتون بگن که چه بلاهایی سر زن و بچه‌شون آوردن که مجبور بشن بیان توی تاکسی بحث سیاسی راه بندازن بعد یارو رو لو بدن. گرفتید چی میخوام بهتون بگم؟ اینا رو میگم نترسید، واقعیت اینا. تا همین سپاه پاسدارانی که ما ازشون متنفریم، بیان اون کسایی که میگن ما افسر سپاهیم، نمیدونم سرهنگ سپاهیم، بیان همین بدبختا برای شما توضیح بدن که چه بلایی سرشون اومده. ملاحظه فرمودی؟ اینا میدونن چه بلایی بر سر مملکت آوردن، اینا میدونن چه کردن. اومده به ترامپ میگه کمکمون کن، امیهن من نشسته آقای احمدی این رفت الان تهران با اینا مذاکره میکنه. من شماها رو مقصر نمیدونم، اگه ناراحت میشم هرس میخورم، نه از اینکه شما متوجه نمیشی، از این ناراحت میشم که وسایل ارتباط جمعی خارج از کشور، رسانه های گروهی که مردشور قیافه همتون رو ببرن، اونا باید میومدن به شما تحلیل درست میدادن، اونها باید میومدن به شما میگفتن زبان مبارزه یعنی چی، اونا باید میومدن به شما درس صداقت، درس مبارزه رو میدادن، اونا باید میومدن به شما میگفتن حفظ تمامیت ارضی کشور یعنی چی، اونا باید میومدن به شما میگفتن که زبان مشترک پارسی یعنی چی، اونا باید میومدن به شما میگفتن خدمات شاهنشاه آریامهر فقط قطار و هواپیما و کچلی و اینا نبوده، اونا باید میومدن فلسفه پهلویسم رو برای شما تعریف میکردن. چی برای شما گفتم؟ یه لپتاپ دارم 20 دونم لپتاپ ها فقط مخصوص اینجاست، به 10 نفر اول که زنگ بزن آقا اون لپتاپ رو نشون بده، نشون بده، نگاه کن لپتاپ رو، ببین این بغل رو نگاه کن، چه لبی، چه لب تابی، لپتاپ نگو لب تاب بگو، نگاه اصلا آدم خودش هضم میکنه، میبینه جنسش، ببین چه جنسی، به به اون برش هم نشون بده، به 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 10 نفر اول یه ماوس میدم،
همین الان زنگ بزنید این قیمتش گرونه، 999.99 دلار. من بهت میدم 666 دلار. حراج واقعی آتیش زدم زیر مالم. چرا؟ اصلا جمالم عشقه، میخوام امشب بهتون حال بدم، حالم خوبه، میخوام بهتون حال بدم. این بوده رسانه های گروهی ما. من با کسی مشکل شخصی ندارم، این بوده درد، این بوده. بعد جلوی دهان میهن پرستانو گرفته بودن، حالا میهن پرستان اومدن دارن افشاگری میکنن به ما، میگه به ما فحاشی میکنی بیشعور، من اومدم دارم جندکاری 20 ساله تو رو میکنم، فحاشی؟ آخه من دیوانه میشم چرا دور به تو فحاشی کنم؟ من تو خیابون ببینم تو کله میزنم تو صورتت، اومد میگه فحاشی یعنی چی؟ ما بهت میگم لات یعنی چی. آره اونجا اون وقت اونجا اون ادبیات اونجا رو اونجا به نشون میدم. تو خیابون که نمیشم با کوچه وکرا بود باید گفتگو کنم، که اونجا میزنم که دماغت خورد بشه یا تو میزنی. اونجا اون ادبیات اونجا اونه، اینجا یه ادبیات دیگه داره. من اومدم دارم گندکاری تو رو میکنم، من دارم میگم تو خیانت کرد، همه تو خیانت کردی تو این 20 سال، 20 سالی که این تلویزیون رو انداختی. حالا چرا زورتون اومده؟ از چی شاکی شدید؟ از این که حالا اومدیم میگیم مصدق خیانت کرده؟ از این که از نزدن به سرای کربلا ها، اینا جز این داستانه، اینا جز این پکیجه. از این که اومدیم میگیم سازمان تروریستی مجاهدین در طول این 30 سال خارج از کشور در ترور برخی از میهن پرستان خارج از کشور دست داشته، همکاری کرده با وزارت اطلاعات، بعد زنگ میزنی فحاشی به ما میکنی، ما تهدید میکنی؟ نخیر که ما هم از این سلطنت طلبای خجالتی هستیم بریم زیر پتو؟ اصلا ما مثل مصدق قشی هستیم؟ بری یاروغارای خودتون رو بیارین به ما فحاشی بکنن، اتهام به ما بزنن؟ مثلا خاطر که من از این سلطنت طلبایم که فقط نشستم دارم لاک میزنم رو چیزام ناخونم، دونه 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 موامو بزنم که برم امشب سخنرانی کنم، همه واسم کفو دست بزنن. ما اومدیم داریم کثافت کاریاتون رو لو میدیم، ما اومدیم داریم بهتون میگیم در طول این 20 سال کسانی که باید جای خودشون بودن رفتن روزنامه خورده گذاشتن جلوشون، مدیر تلویزیون و رادیو تلویزیون سابق دولت شاهنشاهی ایران خورده روزنامه میریزه جلوش، میشینه اونجا سقط میزه تو دهنش، اونجوری برخورد میکنه که باید بگم الان اون بشه مدیر. بعد علیرضا میرزا قاسمی که راست راستی باید بره میرزا قاسمی بفروشه تو راه جاده شمال، حالا اون بشه مدیر تلویزیون. خب کار به اینجا کشیده میشه که حمید پاهنداز بیاد بشه مدیر تلویزیون، بعد چی بهتون نشون بده؟ فیلم فارسی و شو ایرانی. بعد جوون ایرانی نشسته پای تلویزیون، کنترل تلویزیون رو گرفته دستش، میخواد مبارزه کنه، کجا بره مبارزه کنه؟ چی یاد بگیره؟ کی اومده به جوون ایرانی گفته نادر چه کار کرده؟ بله گفتن، در چه حدی، در چه ساعتی، 5 صفحه کتابو خوندن و بعدش هم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بریم شب رستوران فلان جا تو لس آنجلس چه کاری هست. این زبانی نبوده که یه ملت رو بلند کنه. چرا بهتون میگم اگر من 15 سال من اگر 2 سال اون 2 سال مهم اون موقع ها پای این تلویزیون بودم، 50,000 تا آدم واسه میومدن تو تهران، 1.5 سال نشستم اینجا بالای 15,000 تا عکس جابیجا نشون دادم. من کیم؟ کی بودم من؟ وزیر بودم، وکیل بودم، نخست وزیر بودم، پدرم اسدالله علم بوده، مادرم فرخ رو پارسا بوده، صبح تا شب فامیلم تو دربار بودن، مثلا من پرویز قلیچخانی بودم. کی بودم من؟ یه آدم عادی مثل همه. بعد شماها نتونستید یه ملت رو بکشید تو خیابون. چرا نتونستید؟ اتهام میکنید شاعر و روزنامه نگار و تحلیلگر و زهرمار و غیره و زاله. چرا؟ چون خائنید، چون مزدورید، چون پول جمهوری اسلامی میگیرید، چون قرار بوده جمهوری اسلامی رو نگه دارید و نگرش داشتید. حالا هی تو بیا تو از الان تا قیامت خدا برو تو آب زمزم بیا اصلا برو، نه یک کاغذ، تو برو کتاب رضا پهلوی بشینه کتاب بنویسه راجع به تو، که تو از تو پاکتر، سیاستمدارتر، میانپرستر، با شرفتر، آقاتر، با ناموستر، با باحالتر، خوشتیبتر، خوشگلتر، هر چی تره تفضیلی بهترین مال تو. من جلوی دوربین میگم تو خائنی، تو و امثال همتون خیانت کردید به ایران. بدون یا نوکر آمریکایی، نوکر حزب دموکراتی، یا نوکر چپ اروپایی، یا نوکر روسیه، یا نوکر انگلیسی، یا نوکر وزارت اطلاعاتی، یا مزدوری، یه مرگتون. شما سالم نیستی، شما نمیتونید سالم باشید. اگر سالم بودید نمیتونستید در لس آنجلس صاحب تلویزیون بشید، صاحب خونه و ملک و املاک بشید. نمیتونستید. با پول حلال نمیتونی به اونجا برسی، با پول زحمت کشی نمیتونی به اونجا برسی. این پول توش، توی این لابلای تک تک اون آجرها پول حرام خوابیده. این حرفا رو بریم واسه بقال سر کوچه‌تون بزنی. ما بچه‌ایم،
من خیال کردم از این بچه کوچولوام بشینم تو خونه دوربین بذارم جلومو بشم به شما فوش خار مادر بدم که عکس شاهزادم بذارم بغل دستم واسم حرف در بیاری. من میفهمم دارم بهتون چی میگم، من فوشم بهت بدم با حساب و کتاب، من واسه فوش دادنم هم احترام قائلم، میدونم کجا باید چی بهت بگم. بیشعور، شرف نداری. اگه شرف داشتید 40 سال 4 تا آخوند بهتون حکومت نمیکرد. ملت بد میشه. مردم بیان تو خیابونا، من خودم بعضی موقع خودم میگم واقعا خیلی احمقی تو. نشستم به ملت میگم مردم به تو خیابونا میگه جاوید چرا، چه اصلا مردم به تو خیابونا میگه جاوید چرا؟ تو کی هستی که به مردم میگه به جاوید چرا بگم؟ تو کی هستی که ملت رو بخوای کشی تو خیابونا؟ تو کی هستی؟ این ملت چقدر بیا چقدر ضربه بخوره؟ یادتون رفته یکیشون اومده بود به اسم ایکس یه کلاهبردار شم گذاشته بود بغل دستش هخامنشی بازی در می آورد؟ کی حمایتش کرد؟ شماها؟ یادتون رفته اون آقا دکتره میگفت بیان جنبش چراغ را بندازیم نور بالا بزنید تو خیابونا را بریم؟ یادتون رفته میگفتین جنبش بوق را بندازیم بوق بزنید تو خیابونا؟ خاک بر اون سر تمایی ایدهاتون. ما خودتون در حد گاندی میدونستید. گاندی مبارزه مدنی که بیشور، وقتی گاندی رو نمیشناسید دهن باز نکن زر بزن. بازی رو بلد نیستین. چرا بلد نیستین؟ سواد نداری. خیلی راحت، وقتی سواد نداری کار به اینجا کشیده میشه که بیا یک چنین بار لجنی رو بزنی رو دوش من، بعد به من بگی رضا بیا بلند شو زیر 100 تن بار بلند شو، که تو این یه سال و نیم هی میخوام بلند شو میگم کمر بابا نمیکشه. هر جا رو نگاه میکنم کثافت کاریه، یک جای سالم نیست که برم به یه جا آویزون بشم. هر جا رو نگاه میکنم کثافت کاریه. این همه انسان میهن پرست عاشق ایران. ایشو عرض کردم گفتم من طرفدار رضا پهلوی نیستم، من جز هواداران رضا پهلوی نیستم، ما فداییان پهلوی هستیم. صحبت رضا پهلوی نیست، ما جز فداییان پهلوی هستیم. برای همین خودمون رو کشیدیم کنار. چرا؟ چون میدونیم چه زمستان خواهد رفت و روسیایی برای زغال میمونه. آره آره بابا جان، تو درست 10 سال از من 15 سال از من بزرگتری، تو درست در زمان شاهنشاه 4 تا روزنامه فروختی و دو سیخ کباب خوردی، من دستم تو دست بابا مامانم بوده، تو درست تجربه زندگیت بیشتر از منه، سوادت پایینه، من سوادم بیشتر از توه، من بی سواد. چرا؟ چون ثابت کردم زبان مبارزه رو من به مردم ایران گفتم تا چشم تو کور بشه. آره من میدونم درد تو کجاست، درد تو این عکس است، عکس رضا پهلوی، درد تو این جاوید شاه است، درد تو گفتن سیروس رضا شاه دوم پهلوی سومه. چرا؟ چون وزارت اطلاعات گفته هر کاری میکنید بکنید، فقط این عکس رو نذارید علم بشه، این عکس رو نذارید مردم این عکس رو ببینن، فراموش کنن پهلوی رو، چهره رضا پهلوی، محمد رضا شاه، شهبانو رضا شاه، چهره پهلوی ها رو فراموش کنن. این لغت ها دهن ایرانی ها بگیرید جاوید شاه رو. من میدونم شما اومدی بتون و سیمان ریختی رو چه جریان تاریخی، کجای سوراخ تاریخو میخوایم پر کنی؟ من با بیل دارم میزنم، با کلنگ میزنم، اون بتونی که تو 20 تاریخی دارم اونو دارم میشکنم. تو میدونی من دارم چیکارت میکنم، شماها میدونید من یقه چی رو گرفتم. اون علی تجزیه که میگه من خبرنگار مستقل، خفه بمیر، این شرفو بهتون گفتم میسوزونیمتون، دیدی سوزوندیمتون، اینم سوزوندیم. 3 تا بچه پروتون مونده، شماها رو هم میسوزونیم، ولی شما چون ریشه داری یک کمی مشکل سوزوندنتون، ولی میسوزونیم تو. یکیتون توی لندن نشستید که پولشو عربا میدن، یکیش که جلو دوربین داره چرت میزن از بازار چه آگهی رد میشه علی دریاکی، یکی هم که این شارلاتان لگن فروشه. به شرافتم هر 3 تاتون رو من میسوزونم. دیدی که چه بلای سرتون آوردم؟ قبول ندارید برید فیسبوک رو نگاه کنید، اینستاگرام و تلگرام نگاه کنید، تمام ایران رو بر علیه من بسیج کنید، تمام ایران رو شنبه بیارید روی این خط تلویزیون به من فوش خار مادر بدن، چهارشنبه میام اینجا میگم تو خائنی، ولی درست بهت میگم خائنی، خائنید، خیانت کردید، تا چشمتون کور شه همتون مزدوری. شرف دارید؟ شرف که ندارید، جیگر دارید؟ اونم که ندارید. من نگاه به کی میگم شنبه کیه؟ من اگه مردید اونم که بوتتونم که خوش شده، بیاید بشینید تا جلو ملت بهتون، تا در حضور ملت ایران ثابت کنم مزدورید، 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 خیانت کرد، خائنید، همتون خائنید. بیاید تا بهتون ثابت کنم. کسی که بره این باقر کمونیسته رو از تو فرانسه بیاره رو اسکایپ، بعد بهش لقب دکترا بده، بعد این بیشرف بگه من مشاور شاهزاده بودم، بعد باهش قهر کردم، انجوجک، اصلا تو جلد ته کفش رضا پهلوی هم میشی؟ بیشو
بابا توده‌ای، بابا کنفدراسیونی، شما خیال کردید ما هیچی از شماها نمیدونیم، تو بمیری. جناب سیاوش لطف بفرمایید شماره یک. خانم آقایون خیلی ازتون معذرت میخوام جمعتون رو خراب میکنم. ایرانی داخل کشور تفلک ها عادت دارن، شما خارج از کشور عذر میخوام، مجبورم که قیافه این کثافت فائزه رفسنجانی بهتون نشون بدم، عذر میخوام از حضورتون، دلیل دارم برای این کار، خودم هم نمیخوام این کارو بکنم. میبینید که من خیلی کم از آخوند، از علی شیره‌ای، از اون بیمار روانی یا این اراذل روباش نشون میدم، اگر نشون بدم دلیلی داره. اینا رو نگاه کنید تا بدونید چرا من اینجا میشینم یه مرتبه آتیش میگیرم که ای وای ای وای 20 سال چه بلایی بر سر ما آوردن جلوی این دوربینا. 20 سال بیای بگی که من مدیر تلویزیونم، افتخار دیم باشه اولین تلویزیون ماهواره‌ای من زدم، بعد بیای اونجا و بعد تازه کارت بکش به این که بیای بشه زده رضا پهلوی، بیای بگی که آقای رضا پهلوی و بیای توضیح بده پولا رو باباش کجا برد، بعد پرچم یه مملکت و ناموس یه ملت رو به یه دلار بفروشی، بعد من بشم بد، بعد این بشه خوب، من بشم آدم بده، این بشه آدم خوبه، من میشم زده رضا پهلوی، میشه طرفدار رضا. نگاه کنید هیچ وقت هم دیگر رو هیچ جا نبینید، به خدا قسم هیچ وقت منو دعا کنید هیچ وقت نبینید در هیچ جلسه ای، هیچ جا. تنها جایی که متاسفانه دستم بسته است من که پیش اعلیحضرت ببینم تو که نمیشه کاری. خواهش میکنم جناب سیاوش گرامی، به نظر من چیزی که مهمه و باید بهش توجه بشه سیاستیه که الان داره ادامه پیدا میکنه و تغییر میشه و اون همین که مردم رو در مقابل همدیگه قرار دادنه، که به طور خاص در مورد حجاب میتونیم به این سیاست اشاره بکنیم. خب ما الان از این طرف خانم‌هایی رو داریم که به هر حال از نسل چهارم بعد از انقلابن، نسبت به حقوقشون آگاهن، حقوقشون رو مطالبه میکنن، حاضرن برای حقوقشون هزینه بدن و از اون طرف هم همه این کارها رو دارن در یک چارچوب مدنی انجام میدن بدون اینکه خشونت و یا شدیت وخیمی رو بخوان در جامعه ایجاد بکنن. خب به نظر میاد که حکومت یا نظام و یا به حال بخشایی از حکومت هم در مقابله با این جریانات کم آوردن، چون اگر کم نیاورده بودن دلیل نداشت که بخوان مردم رو در مقابل همدیگه قرار بدن. و خب اون موضوع فضای مجازی و اینکه هر حرکتی که اتفاق میفته فوری پخش میشه در سطح خیلی گسترده، اینا همه دست به دست همدیگه داده، شاید نظام یا بخشایی از نظام فکر میکنن که خودشون مقابله رو نکنن چون پخش شدنش از اون عکس العمل های بدتری رو داره، پس چیکار بکنیم که بتونیم برای این مشکل غلبه بکنیم، چون دلیل نداره که ما بیایم سیاست هامون رو بازنگری بکنیم. اگر فکر میکنیم باید تغییر سیاست بدیم یا هر کار دیگه بکنیم، خب این بده برای ما. خب اصلا دارم به طعنه من این حرفو میزنم، بنابراین ما باید همچنان بگیم مرغ یک بار داره و برای اصل اون تاکید بکنیم و همون رو هی بخوایم ادامه بدیم و توجه هم نکنیم که چه اتفاقی داره در جامعه میفته. این که میایم شماره تلفن اعلام میکنیم، این که داریم میایم برای مدیران فایل‌ها رو ایجاد میکنیم که وظیفه مدیران بشه، مدیران دولتی که بیان گزارش‌ها رو بدن، این که به حال تشویق میکنیم که مردم در مقابل همدیگه بایستن، برخورد بکنن با این مسائل، از اون ور حمایت‌های به نظر من نامناسب از افرادی که این کارها رو میکنن انجام میدیم و نمیذاریم اون حق و حقیقت چهره خودشو نشون بده. خب تمام سیستم های تبلیغاتی و رسانه‌ای هم به خصوص رسانه ملی هم که در اختیارمونه برای این حرکت ها، نتیجه‌اش چه شده؟ ما اومدیم مردم رو در مقابل همدیگه قرار دادیم، یعنی چی؟ انسجام ملی داره صدمه میخوره، مردم رو به جون همدیگه انداختیم، برگشتیم به زمان انقلاب و اون حرکت های هیجانی و انقلابی که همون موقع هم فرمان، یعنی در واقع داریم جاسوس پروری میکنیم، مردم رو تشویق میکنیم که از همدیگه خبر بیارن بدن. که من یادم اون موقع آقای خمینی یه فرمان 8 ماده‌ای داشتن که مقابله کردن و این کارها رو خلاف اعلام کردن. وحدت و همبستگی رو داریم در بین مردم از بین میبریم، که اینا به نظر من یه جوری نشان از به بن‌بست رسیدن این سیاست هاست و اینکه نمیخوایم این رو بپذیریم که به این مرحله رسیدیم. اعتقادم برای اینه که ما به جای اینکه بیایم این کارا رو بکنیم، یک آسیب شناسی بکنیم، یک بازنگری داشته باشیم در سیاست هامون، یه بررسی جدی داشته باشیم چقدر این سیاست های ما به توسعه اسلام کمک کرده که نکرده. حداقل در این دو نسل آخر میبینیم که آمارها، حالا اون چیزی که خودمون در خیابان ها میبینیم،
بی‌حجابی بیشتر شده، بدحجابی بیشتر شده، حجاب‌های حالا با چادر و مانتول سریه‌های کامل کمتر شده. خب این نشانه عکس العمل و عملکرد ماست دیگه. خب بالاخره یه جایی باید متوجه بشیم چیکار بکنیم. ما از اون اشتهاد رو داریم که باید بیان علمای ما بگن که خب با شرایط فعلی چیکار، چه سیاستایی باید داشته باشیم که دین رو بهتر بتونیم گسترش بدیم. عملکرد ما برعکس شده، مشکلات برای گسترش دین ایجاد کرده و الان واقعا به جای اینکه بیایم بگیم مرغ یک بار داره، بیان یه کار جدی و عمیق‌تری رو بکنیم و از این سیاست‌های برهم زننده وحدت در جامعه، انسجام در جامعه جلوگیری کنیم، مانع این قضایا بشیم و به جای این سیاست‌هایی داشته باشیم مردم رو در کنار همدیگه قرار بدیم. من دوست دارم یه خاطره تعریف کنم. توی جایی رفته بودم برای عکس برداری از دندون، یه خانمی اونجا بودن روسری نشسته بود. جالب بود جمعی هم که اونجا بودن را تو نوبت و منتظر نشسته بودن، انواع و اقسام بودن. خانم چادری بود، آقایونی که حالا تعریش داشتن، یقه بسته داشتن که به نظر میاد مذهبی هستن بودن، خب آدمای معمولی هم با حجابای متوسط هم بودن. هیچ کس نسبت به اون خانم عکس العملی نداشت، خیلی عادی در کنارش نشستن، با هم گفتگو کردن و انگار نه انگار که این خانم حجاب نداره. یعنی میگم مردم ما اینن. ما اگر میبینیم کسی جایی میاد برخورد میکنه با اینجا، به نظر من اونها خیلی طبیعی و واقعی نیست، یا اگرم هست خیلی اندکه. مردم عادی هن نسبت به این موضوع، هر جا میبینیم مردم عکس العملی ندارن. ولی ما به جای اون در واقع حرکت های نمایشی و ساختگی برگردیم به اصل جامعه، به بطن جامعه و اجازه بدیم که حرکات این موضوعات مسئله طبیعی خود شده ای بکنه. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی و پوزش از حضور همه شما همیهنان عزیز که مجبور شدید قیافه این واقعا چقدر این چقدر درب و داغونه، این سوسکل ملوک و اینا واقعا ایرانی نیستن خدا شاده. اصلا زن ایرانی، شما میگید زن ایرانی، بانو ایرانی یعنی زیبا. اولین چیزی که تو مغز میاد یعنی یک زن، یک موجود زیبا. این چیه؟ این مردشون رو قیافته ببره؟ این چجوری مثلا میتونی بهش بگه عزیزم خاک بر اون سرت کنه؟ خب حالا من چرا اینو پخش کردم؟ اجازه بفرمایید اول سپاسگزاری کنم از فاطمه عزیز، بانو فاطمه از نروژ که 300 کرون لطف فرمودن و آقای اسد از آلمان که 25 دلار. از هر دو شما عزیزان بی‌نهایت سپاسگزارم. لطف بفرمایید بچه‌ها زنگ بزنید. چرا من اینو پخش کردم؟ ببینید خانم آقایون، همیشه من یه تکه کلامی داشتم حضورتون عرض کردم، بدترین تجاوز، تجاوز به شعور انسان. بدترین تجاوز، تجاوز به شعور انسان. ببینید اینا چقدر در افکار احمقانه خودشون گیر کردن که هنوز تصور میکنن که میتونن، که البته به تجاوز به ما شده، به مغز ما تجاوز شده، تعارف هم نکنید، اصلا مالکشی هم نکنید، چون ماله بر نمیداره. چون اگه بخوایم ماله بکشید دوباره گندکاری میکنید. نه، اعلام بکنید، اعلام بکنیم از 1357 به ما تجاوز مغزی شد، بدطوری شد، بدطوری به مخمون تجاوز شد. وقتی که میگن مردی که رفته تو ماه، وقتی که کریم سنجابی گور به گور شده میگه امام هفت تا زبون بلده، هر 100 سالی یک چنین پدیده ای میاد، خب طبیعت بار این رو بهتون گفتم، تمام کارشان چه کار کنیم؟ باید دست و پا بزنیم. ما ول نمی کنیم، ما وا نمی دیم. ظریف رو میفرستیم اونجا، همین الان خبرش میاد، یک ساعت پیش یک دونه کشتی انگلیسی رو گرفتن تو خلیج فارس. از این طرف دنبال درگیری هم، از این طرف ظریف رو میفرستن، از این طرف به فائزه رفسنجانی میگن تو برو بگو که آقای خمینی، همین فردا میشه بحث تو اینستاگرام. دیگه نمیگن اس دختر رفسنجانی نمیگه امام خمینی. کی بحثش را میندازه؟ همین لس آنجلسیا. آقا میبینید، اجازه بدید بریم چیز بیارم رو خط. دکتر اسمال بزاز، الان دیگه نمیگن امام چجوریه. خب بعد دیگه اینا چون میدونن که نه دیگه نباید بگن امام نه. و ببینید این همون قسمتیه که من میگم به ما پیوستن. یه عده ای از این فاناتیکای سلطنت طلب میگن آقا همه
پدر مادر کی میگه همینا رو بکش؟ چرا اتهام میزنید بی شرفا؟ بی شرفای پس بتره. کی میگه همینا رو بکش؟ کی همچین حرفی زده؟ کی ما اومدیم گفتیم همینا رو بکشی؟ چرا مزخرف میگی؟ چرا یک بحث جدید تو جامعه را بندازن؟ یعنی تجاوز به شعور یه ملت. یک بحث جدید رو بیان را بندازن. بحث چی؟ آقا یه بخشی دیگه تو جمهوری اسلامی آقا فهمیدن اینا حالا دیگه نمیان بگن اصلاحات. الان دیگه افتاده تو دهن اسمال بزاز و وزق و خورباقه و اراذل اوباش و لگن فروش دزد و الاغ و غیره و زالک افتاده تو دهنشون. نه آقا خودشون هم میدونن موضوع بر سر رفتنه. از جملات سرنگونی و براندازی هم استفاده نمیکنن. ها نعوذ بالله. رفتنیان چی رفتنیه؟ چی رفتنیه؟ جمهوری اسلامی رفتنیه، جمهوریت رفتنیه، ایدئولوژی رفتنیه، چی رفتنیه؟ نه، سرنگونی بدون قید و شرط. چرا داری دولاپناه حرف میزنی؟ شتر سواری دولا دولا نمیشه. زرت بزن، حرفت بزن. چی هدفتون چیه؟ ما براندازیم. ما میگیم جمهوری اشغالگر اسلامی با تمام مخلفاتش باید بره بیفتد تو لجندانی به اسم چاه جمکران با همه مخلفات و ایدئولوژی و پاسدار و بسیجیش. این یعنی چه؟ یعنی آدم کشتی؟ ما خواهان سرنگونی هستیم، سرنگونی بدون قید و شرط. هیچ اما و اگر و تبصره و ماده و نری هم نداره. باید برن. تموم شد، تموم شد. اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، تموم شد. بچه ها تکلیف روشن کرده، تموم شد. ما هیچ بحثی دیگه نداریم. کتاب جمهوری اسلامی بسته شد، تموم شد. کتاب قاجاریه رو بستن، تموم شد. علازر زوشای بزرگ بست این کتابو. ما دیگه راجع به قاجاریه بحثی نداریم. یه چیزی بود اومد و رفت. جمهوری اسلامی رفت، تموم شد. ما باید به این مرحله برسیم و بعدش به فرمایش اعلی حضرت رای گیری باشه. به فرمایش اعلی حضرت، به احترام اعلی حضرت رای گیری باشه. چرا؟ چون ما هم مشتمون پره، هم پشتمون پره. دروغ میگم؟ رضا پهلوی همین امشب، اینا تایید دلم میگم، ما نخودم دارم شوخی میکنم، شاید هر حالت شوخی داشته باشه ولی جدی دارم میگم، امشب اعلیحضرت اعلام کنه من یک دست لباسمو، به خدا نه یک دست لباسمو، کراواتم هم نه، مثلا یه لنگ جورابمو، حتی نه دو جفت جورابمو، یه لنگ جورابمو میخوام بذارم تو هواپیما بفرستم رو تهران. در هواپیمایی که مثلا ساعت فلان میشینه تو فرودگاه مهرآبا، جوراب رضا پهلوی تو هواپیماست، ایران بلند میشه. شما میدونید درد کجاست؟ شما میدونید اگر این آقا فیزیکی بیاد تو تهران، همونی که من گفتم، فرودگاهی نیست که رضا پهلوی بتونه توش بشینه. اونجوری جمعیت هیچ خدایی نمیتونه کنترل کنه اون جمعیتو. اینو راحت بهتون بگم، واقعا بهتون میگم، علازتو باید شبونه یه جوری قاچاقی ببرنش تو ایران، یه جایی نگنم، به هیچ هم نگم محل اقامتش کجاست، بیا صحبت بکنه تو نشون بده من تو ایرانم ولی مشخص نشه کجاست. خدا شاهد تایی دلم میگم این ملت بد طوری تاوان داده. اسمال بزاز در به داغون، بی شعور، توده یه ابله مزدور حقوق بگیر، بی شعور. یه اون نوکر کاگبه بودی تو تهران، از سفارت روسیه میگرفتی، بعد حالا اومدی شدی نوکر حزب دموکرات. خاک بر اون سرت کنه. خب نوکری ملت ایران که بهتره. آخه شطور یه عمر شدی نوکر روسا، چی دیدی که حالا اومدی شدی نوکر حزب دموکرات؟ آخه وزق بیشو. من نمیفهم این نون نوکری چیش خوبه. نوکرید، بیاید نوکر ملتتون بشی. نوکری ملت ایران میدونی چه عرض و قول، میدونی چقدر خوبه یکی بگه من نوکر ملتمم، من دارم نوکری ملتمو میکنم، دارم کفش ملتمو واکس میزنم. اگه میخوام کفش واکس بزنم، برم کفش بچهای مملکتمو واکس بزنم. میخوام خیابون جارو کنم، برم خیابونم هم جارو کنم. آقا میخوام ماشین بشورم، اصلا من دوست دارم ماشین شور بشم، برم ماشین پیکان بچهای مملکتمو بشورم. چرا بیا ماشین غریبه رو بشورم؟ تو ذاتتون مزدوری، نوکری. اگه نوکر نبودید جلو دوربین نمی اومدید لگن بفروشید، نمی اومدید ناموسه یه ملت رو بفروشید. هرچی هم به هم میزنی بوی گندش بیشتر در میاد. هرچی میخوایم راجبتون نگیم، میبینیم نمیشه، انقدر گند کاری کردید نمیشه از کنارتون راحت گذشت. ولی من نمیخوام راجب شما اراذل او باشه، لای و لجن های اشتباه صحبت کنم. عددی نیست شما ها، کثافت های آشغال. خون اون بچه های اون مملکت میگرتتون. خیال کردید دنیا به همین سادگیه؟ یه ملت رو بفرستین تو سطل آشغال؟
دختر ایرانی رو در خاطر یه شلوار یه مانتو به اون روز بندازینش؟ اگه غیرت که نداری، غیرت که اصلا نمیدونی چی هست با خودون غیر مینویسه. برها ملت ایران اینا اینطوری دارن با شعور ما بازی کردن و هنوز میخوان این راه رو ادامه بدن. چرا من اینو پخش کردم؟ به این دلیل که به شما بگم دشمن بیداره، دشمن میدونه بازی رو داره به کجا میبره. اینو پخش کردم که میدونم از فردا تو اینستاگرام و تلگرام و دنیاهای مجازی چی میشه. من دیگه کارم به جایی کشیده، میخوام دیگه پیشدستی بکنم. آقای احمد نیاید به من بگید راجع به این فایز رفسنجانی ها، این جزء این بازیه ها، این جزء این باندا، این آدم کشن ها، خانواده رفسنجانی دزد آدم کشن ها، دارن به اینا باید محاکمه بشن. میدونی چند میلیارد پول شماها رو بردن تو کانادا و انگلیس؟ همین کثافتی که الان قیافشو پخش کردن، میدونی این صاحب چند میلیارد دلار پول در لندن و در کاناداست؟ چند میلیارد دلار که اگه پولاشو بیاریم ایران همین الان 20 تا بیمارستان میشه ساخت. بیمارستانی که شماها برای رفتن به یه بیمارستان 3 ماه 3 ماه 4 ماه 4 ماه 6 ماه 6 ماه باید تو صف باشی، تازه بری تو راهرو بخوابی، تازه دوای بیهوشی از چین بیارن بهت بدن که دیگه بلند نشی. میخواد دست چپت عمل کنه، دست راستت عمل میکنه، پنسو میذاره تو شکمت میدوزتش. کی؟ دانشجوهای جمهوری اسلامی. کجا تحصیل کردن؟ تو دانشگاه آزاد. چی یاد گرفتن؟ هیچی. کفن چند تا سولاخ داره؟ امام زین العابدین چرا بیمار بود؟ اون یکی چرا قهر داد؟ اون یکی چرا نشه بود؟ بعدی شده دکتر. آقا به جامعه پزشکی توهین نکن، بیشعور. انقدر نشینید با لغت بازی کنید. یه مش بچه بسیجی به اسم دکتر و مهندس آوردن که واسهتون اونطوری اسفالت کردن، اونطوری براتون اتوبان زدن، اونطوری براتون پل زدن. چرا دارید مالکشی میکنی؟ جایی سالم براتون نذاشتن. یک چیزی رو بگید که جمهوری اسلامی مثل میدون شهیار، استادیوم 100,000 نفری آریامهر، امجدیه، هتل هیلتون، هتل شرایتون، پارک شاهنشاهی، دیگه چی بگم؟ اتوبان پارک وی، تمام اینا که ما هم میشناسیم زمانش. یک دونه بگید جمهوری اسلامی یه همچین چیزی علم کرده. برج میلاد، خاک بر اون سرتون. یه دسته گلایم بردن اونجا که بچه پولدارشون برن اون بالا بشینن بستنی تو طلا بخورن. بعد زیر پای همون برج کثافت میلاد بچه مملکت من با بره تو آشغال غذا بخوره. به خدا قسم به روح پدر مادرم، بچه های ایرانی یه سی بزه بهتون بگم، بی غیرت ترین، بی غیرت ترین، بی ارزت ترین نسل تاریخ ایرانید. اگر اجازه بدید اینهایی که جلو دوربین نشستن، خود بنده نمونش جلو دوربین، چه یه روز اومدن چه 20 سال، اجازه بدید اینا مفت و مسلم تو خیابونهای مملکت قدم بزنن. خیلی بی غیرتی. تایید دلم بهتون گفتم اگر بذارید اینا وارد ایران بشن، اگر شدن گریبانشون رو بگیرید با پس گردنی ببرنشون. یک دادگاهی باید درست بشه مخصوص کسایی که جلو دوربین نشستن، دادگاهی باید درست بشه مخصوص کسانی که جلو دوربین نشستن، باید بیان بکنن توضیح بدن. اگه جرأت کردن بیان ایران، نفر اول منو ببرید تو اون دادگاه، ببرید منو، ببرید بگی آقا بیا اینجا بشین، بیا اینو اتهام، هر اتهامی میخواین بزنی به منو ببرید. بچه ها این بار تکلیفتون رو با تاریخ روشن کنید، نگذارید 30 سال 40 سال 100 سال 80 سال دیگه بشینن نوهاتون بشینن بخونن بگن که کاش که این کارو کرده بودم، ببین اینجا این کارو نکرده بودن اینجوری. نذارید همون اشتباهاتی که شد تکرار بشه، بس دیگه. یک جا ما باید این کتاب تاریخو تمومش کنیم، بگیم دی اند، پایان، شلوس آس، فینیتو، ببندینش این کتاب تاریخو، بزنین کنار، ببندینش، بس دیگه. نذارید بیان جلد 3 و 4 من براتون بنویسم، تمام کنید این تاریخ رو، بس دیگه. بریم یه تاریخ جدید بنویسیم، یه تاریخ بنویسیم که دیگه توش خون نباشه، توش اعدام و زندان و خفقان و دیکتاتوری و شکنجه و هیچی توش نباشه، توش عشق و صفا و صمیمیت و ترقی و پیشرفت و خوشبختی و انسانیت و عشق و محبت باشه، ایران سازی باشه، توش کلام فردوسی و سعدی و حافظ باشه، توش شالاتان بازی نباشه، توش کلاشی نباشه، توش پدر سوختگی نباشه، توش فحش نباشه، توش بدی ایران نباشه، توش بزن بزن نباشه، توش خشونت نباشه، حرف عشق باشه. بذارید یه بار در این تاریخ رو ما باز میکنیم بوی عطر ازش بیاد بیرون، نه فقط شمشیر عثمان باشه و توپ نمیدونم انگلیسا باشه و تجاوز روسا، بس دیگه. جناب مهندس تمنا میکنم شماره 2 رو لطف بفرمایید، فرمایشات اعلی حضرت رو گوش کنید، گوش کنید،
هی من میام اینا رو پخش میکنم، میگم گوش کنید، گوش میکنید 5 دقیقه یادتون میره، ضبط کنید، نگه دارید، پخش کنید، پخش کنید فرمایشات اعلی حضرت رو. خواهش میکنم جناب مهندس. ماهیت خود این نظامه. پاسخ خارجی ها چه هست به این گفتمانی که شما باشون مطرح میکنید؟ مقدار زیادیشون این رو درک میکنن، ولی خب سوالشون آنن میشه خب پس جاش چی؟ آلترناتیوتون چیه؟ چه چیزی در صحنه است که ما بتونیم رو اون حساب بکنیم؟ اینجاست که من برمیگردم به خودمون میگم، به همیانانمون. خب اون دیگه دست ماست، ما نمیتونیم بشیم عقب بگیم آقا نمیدونم امریکا اینو میخواد، انگلیس اونو میخواد، فرانسه اونو میخواد، آلمان اونو میخواد، روسیه اونو میخواد. ما چی میخوایم از خودمون در وهله اول؟ میخوان با این دنیا تعامل داشته باشن مردم، و این نظام نماینده مردم نیست. کسانی که مورد اعتماد مردم هستن، کسانی که کوچکترین آلودگی با این نظام ندارن، چون همه چیز برمیگرده به مشروعیت و اعتماد مردم. اگر امروز شاید سهره به خصوصی رو شخصی مثل من هست، حداقل میتونم بگم که شاید دلیل اصلیش هستش که از هر کسی بیشتر فکر میکنن که میتونن به من اعتماد بکنم، چون نه من انقلابی بودم، نه دستم به رژیم آلوده بود، و بنابراین خودش فاکتور تشخیص خیلی کلیدی است. به همین دلیل میگم کسانی امروز میتونن مبارزه رو عهده‌دار بشن که هیچ نقطه منفی درشون پیدا نشه، که اعتماد جامعه رو بتونن جلب بکنن. این جامعه امروز نیازمند این هست که به یه چیزی بتونن اعتماد بکنن. البته امیدوارم نه فقط به یک فرد، بلکه به یک مجموعه، به یک جریان، و اینجوریست که من فکر کنم ما موفق خواهیم بود. سپاس شما جناب مهندس یواش گرامی، خیلی سپاسگزارم. همرز و عزیز ما از گروه باقی مانده میهن پرستان، یادش بخیر چه شبایی بود توی پلتاج. آقا همایون گل از لندن لطف کردن $100. همایون جا خیلی ازت ممنونم، I love you، دست درد نکنه، سپاس از لطف و محبت از لندن. حضور شما عرض کنم که فرمایشات اعلیحضرت رو توجه فرمودید، گوش کردید. همینا برای چندمی بار بود من این وقت کردم. میدونید چقدر این تیک مهمه؟ هر بار اتفاقا خودم گوش میکنم یه نکته جدیدتر دیگه یاد میگیرم. تو همین یک دقیقه خورده ای میفرمایند که دنیا میدونه اینا چه آشغالایی هن. از من میپرسم خب ما همه اینا رو میدونیم، ما میدونیم اینا تروریستن، اله بله، همه اینا رو ما میدونیم. خب جانشینش کیه؟ این جانشینش کیه رو شما رو به شرف شعورتون سوگند، بشینید برای خودتون بعد از این برنامه، نه الان، بعد از این برنامه 10 دقیقه ببین تو خودتون باشین و اتاق تک و تنها 10 دقیقه فکر کنید هر معنی حرف رضا پهلوی یعنی چی. معنیش من نمیگم، من هیچی نمیگم، خودتون فکر کنید برای خودتون. ای کاش که من فردا شنبه میتونستم بیام با شما ارتباط تلفنی میداشتم. جدی میگم، فقط هم رو همین نکته بودم. مردم این که ما دیروز پخش کردیم، امروز هم همین الان شنبه است، براتون باز 2-3 بار پخش میکنیم. خواهش فقط راجع به همین، غیر از این میگم من قطعتون میکنم، تعارف ندارم. فقط راجع به شما چی متوجه شدید از اون جمله آخر که از اون جمله نخست که علازت فرمودن؟ خب از من سوال میکنن خب پس جانشین کیه، با کی صحبت کنیم؟ اینی که این جمله علازت، اینی که برمیگردم به خودمون که ما باید تکلیف رو روشن کنیم. میخوام من براتون معنی کنم، بذار بکنم. یعنی این که مردم تکلیف رو شما باید روشن کنید. شما باید بیاین تو خیابونا بگید ایران، ایران فریبا علنگو رجبی، ایران مصدق، مصدق تریاک شیرهی قشی زیرشلواری. اینی که شما باید بین تو خیابونا بگین ایران داس و چکوش، چکوش بیل کلنگ میرزا کوچکان انگلی. اینی که شما باید بین تو خیابونا بگین جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، کدوم شاه؟ رضا پهلوی. شما باید تکلیف رو روشن کنید. اینجا دیگه دست خود ماست، این فرمایش ایشون 2 دقیقه پیش پخش شد، اینجا دیگه دست خود ماست. خب من تا اینجا رو اومدم، بعدو میگم بعد خوبو میگم خوب. تا اینجا پس ما مقصریم که تکلیف روشن نکردیم، اما یه قسمت کار مقصر نیستیم، من قبول دارم. چرا؟ چون میدونم یه آرز آخه ما میایم میگیم خب خیلی سر کن شروعش نکن. اینجاست که من گریبان تلویزیون رو میگیرم.
تو بیا اینقدر لپتاپ بفروش، طلا بفروش، ماشین بفروش، خونه. امیدوارم روزی 1,000,000 دلار تمام تلویزیون‌ها هر کدوم از برنامه سازاش بیان جلوی دوربین بشینن، روزی 1,000,000 دلار پول در بیارن. اینقدر خدا بهتون پول بده که شبا میخواید بخوابید دوشکتون، لحافتون، متکاتون، همه چیتون پول باشه. اصلا تو دلار هم داره قرض بخوره. نه تو نه از جیب من بیرون رفته، نه من آدم حسودی ام، نه کمبود دارم، نه عقده دارم، نه نوش جونتون. وظیفه من دردم وظیفه است. وظیفتون انجام ندادید بعد دهن گشادی هم دارید، پررو هم هستید. دامی این حمید پاندازی هم از روز اول گفت آقا من پاندازم، من داشتم عضو حراست صدا و سیما جمهوری اسلامی، من باید خفقون مرد بیارم، من اومدم اینجا پول جمع کنم عروسی دخترم 1,000,000 دلار خرج کنم، من اهل سیاست نیستم. آقا به چه زبونی بگم من پا اندازم جان، هر چی شما فوش میخواین به من بدین بده، من زندگی مینه. من آقا من ایرانی نیستم، کسی که به من سیاسی نیستم یعنی من شرف ندارم، یعنی گور پدر ملت ایران، گور پدر کارتون خواب، گور پدر قبر خواب، گور پدر همه این فقر فقرا. من نمیخوام مثل رضا احمدی فکر کنم من گناه کردم، نه راست میگه بیچاره بنده خدای بیچاره، درست میگه یا میرزا قاسمی. اما منی که میام اینجا میشینم، منی که تو عشق و عاشقی شاگرد اول هستم، خانم معلم چرا آخر کلاس نشستم؟ منی که میام ادعا میکنم، میگم پاینده ایران، پرچم، پرچم خیلی مهمه، پرچم هر کی نظر بغل نشه، کسی که میاد همچین ادعایی میکنه، پس وظیفشه که در برابر ملتش مسئول باشه. آقا ما مسئولیت رو انجام ندادیم؟ نگفتیم ما پستیم؟ اونی که خیال میکنه منم اون خودت. نه نکردی، اگر میکردی 40 سال اینا نمیموندن. دروغ میگم روبروی ملت بیاین دوربین بزنید بشینیم لایف بشینیم گفتگو کنیم. من ثابت میکنم مزدوریت، ثابت میکنم خواهید. چرا؟ چون این ملت پتانسیل اینو داشت که رژیمو بزنه، این ملت میتونست این رژیمو ببره، این ملت میتونست آخوند رو بندازه به لجندان تاریخ. کی؟ اون موقعی که جریان خوابگاهی دانشجویی بود، اون موقعی که اون طفلک اون پسر محمدی بردن تیکه با پارش کردن که داداشش اومد خاجستی شده خلوچل شد بچه مردم با خواهرش. اون موقع کار تمام بود. کی بازی رو منحرف کرد؟ کی؟ شرماور. شرماور بچه کی بود؟ بچه اطلاعات. کجا اومد؟ اومد خارج از کشور. کی آوردش تو بازی؟ تلویزیون خارج از کشور. احمد باطله بچه کیه؟ اطلاعاته. الان کجا؟ تو کاخ سفید. کی راهنماییش کرد به کاخ سفید؟ آقا من کردم. نه تو، شماها. تو تویی، شما شمایی، شما من، تو او، ما شما ایشان. اینا باید به جای خودش صرف بشه. یه جا هست فقط تو مقصری، یه جا هست من مقصرم، یه جا هست ما مقصریم، یه جا هست ایشان مقصرن، یه جا هست آنها مقصرن. اینا رو تقسیم بندی کنی. چرا بلاغت ها بازی میکنی؟ برای همینه بهتون میگم با من نمیتونید وارد این مباحث بشید. میدونی چرا؟ چون نشستم 30 سال خون و جگر خوردم، 30 سال فقط گوش کردم، 30 سال پرونده هاتون رو جمع کردم، 30 سال حرص خوردم، 15 سال همین همایون همرزم رو از لندن شاهده، از 8 شب من و همین همایون فوش زن و بچه و خوار و مادر میخوردیم از یه مش اطلاعاتی تا 4 صبح. تنها دو بچه های دیگه بودن حمایت میکردن ولی در حد 4 تا تکس ما میکروفون میگرفتیم و فوش میخوردیم. کاسو کوزا سر ما شکسته میشه، ما کشیده ها رو میخورد تا 4 صبح. شوخی نیست، از 8 شب تا 4 صبح بشینی پای دستگاه کامپیوتر بزن بزن داشته باشی، بزن بزن بود. صدامون رو ضبط میکردن، فحاشی اون یکی بود به اسم ترایت تو کانادا چیز بود، بسیجی بود، کاری کرده بود هیچ خانوم دیگه در پلتاک جرئت نمیکرد میکروفون رو گیره حرف بزنه. یکی از ماموران حرفه‌ای اطلاعات بیشرف توی کانادا، همشون هم شناسایی شده، همشون هم میشناسه. ما انجام وظیفه کردیم با این امکانات. امکانات ما چی بود؟ یه کامپیوتر، یه میکروفون، یه بلنگو. امکانات شما چی بود؟ تلویزیون. چطور من از موقعی که اومدم اینجا نشستم جلوی این دوربین تونستم یه جماعتی رو بکشم به سمت جاوید شاه در عرض 15 ماه؟ اگر من 15 سال اینجا نشسته بودم چه اتفاقی میافتاد؟ تو برو تعریف کن. حالا خودش در هر طوری دوست ببینی. به خدا من پوستم از 100 تا شماها کلفت‌تر دیگه شده. اینقدر من فوش خوردم که تن فوش خوردم توپه توپه. اینقدر من کتک خوردم، شیشه خورده تو سر من، سرمو
یه روز بتونشون بدم جا دیگه نداره اینقدر شیشه خورده رو سرش، رو سرم میل خورده اینقدر خورده، تا اونجا که فوتبال خورده شکسته، تا اونجا نخورده تو دعوا خورده، من پوستم کلفته، من با این حرفا من نمیتونی بیرون کنی اصلا و ابدا، یا منطقی با من صحبت میکنید یا اگه میخواین لات پاسی در یه کتی بشین و گردن کلفت کن پس پاش وایسی، پس اون مثل بچه ننه ها نری زیر پای کت رضا پهلوی قایم شی، یا لات بازی در نیارید، یعنی لات بیارید اونجا بخواید لات بازی در بیارید، بعد من میگم لات بازی رو بهتون نشون میدم، درس کلاس لات بازی واسهتون میذارم، یا اینکه میخواین سیاسی برخورد کنید منطقی برخورد، آها بعد من میرم خود شلوار سیاسی میپوشم میام باهاتون سیاسی صحبت میکنم، تکلیفتون روشن با من تکلیفتون روشن کنید، چون من گریبانتون رو گرفتم ولتون نمیکنم، دیدین تر از این یه سال نیم چند تاتون رو سوزوندم، دیدید اون میمونه رو تو سوئه، دیدی علی تایزی رو چیکار کردم، دیدی اون جمشید چاره ای رو چیکارش کردم، دیدید بنگاه لجن پراکنی بی بی سی رو چیکارش کردم، در حد خودم بر 100 نفر رو من موفق شدم آگاه کنم، بستم خیلی دمم گرم، من کیم، من کسی نیستم، 100 نفر رو آگاه کردم، شما چیکار کردین تو این 20 سالی که جلو دوربینا نشستی، برای همینه که میگم ملت رو شما نشوندین تو خونه ها، ملت رو شما پای منقل بردین، شما ملت ایران رو به این روز انداختین، شما پاسخگویی، شما نشستین مباحث دوزاری را انداختین، شما چرا؟ چون سواد نداشتین، مزدور بودین، هم سواد نداشتین هم مزدور بودین، فقط نشستین پشت سر هم زدن، فقط نشستین غیبت کردن، جلو دوربین به هم فوش میدادید، شبا میشستین تو چلو کبابیا چلو کباب میخوردید، ویسکی کوف میکردید، آخر هفته با هم میرفتین لاس وگاس قمار میکردید، آره ما خبراشو داریم از لس آنجلس، همین کثافت کاری تو اروپا هم هست، تو لندن هم هست، همین هم هست، شما کردین، شما این بلا رو سر ملت ایران آوردید، شما کار به اینجا کشوندید، حالا که یه ملتی اومده تو خیابون میگه ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره، اومدن نشستن جلو تلویزیون میگن نه آقا ما، اسمال بزاز میگه من اصلا نشنیدم کسی میگه جاوید شاه، توف به اون قبر پدر بی شرفه، خیلی حرفها 120 تا شهر بیا تو خیابون میگه ایران که شاه نداره حساب کتاب، میگه مثلا چطور نگفت جاوید شاه، بنگاه لجن پراکنی بی بی سی برنامه چیه، پرگار بیکار چی، اون پسر افغانی لاغره اون چشای خروسش چشای هیزش، اصلا میگه نه آقا اول 120 شهر نبوده، بعدش هم صحبت یه مقداری راجب یک شخص به خصوصی بوده، اسم پهلوی رو نمیاره، اسم پهلوی ممنوعه، رضا پهلوی برای همین میگه تکلیف رو شما باید روشن کنید، من رضا پهلوی چیکار باید بکنم، من رضا پهلوی الان چیکار باید بکنم، بعد بشم تو هواپیما بیام تو تهران برم مثلا میدون 24 اسفند پرچم شیر و خورشید بگم دستم بگم جاوید شاه، من رضا پهلوی بودم تو تهران بگم جاوید شاه پس حالمون خوش نیست، پس حال میکنی با رژیم، پس خوشخوشانمون شده، حال میکنی با این رژیم، ولی اوضاع داره نشون میده نه خوشخوشانمون نشده، بدمون میاد از این رژیم، از حکومت کثیف اسلامی بدتون میاد، تکلیف رو باید روشن کنی، چگونه؟ من میدونم تلویزیون ها نشوندنتون پای منقل، خیلی خوب، حالا که قبول کردیم احیانا قبول کردیم که کارینه، تکلیف رو روشن کنی، گروه ها رو تشکیل بدی، شروع کنی، اگر شروع نکنی تو خلیج فارس دارن براتون شروع میکنن، بد طوری هم شروع میکنن، این تو امیری عراق نیست، این بوی بدی ازش میاد بیرون. جناب سیاوش تمنا میکنم بعدی رو لطف بفرمایید، خواهش میکنم شماره 3 رو گوش کنید ملت، ما تنهایی، گوش کنید، دونه دونه فرمایشات اعلیحضرت دارم براتون پخش میکنم، جناب سیاوش تمنا میکنم. همیشه گفتم همین الان، ما رو هیچ کسی به غیر از رو خودمون نمیتونیم اتکا بکنیم، چه دنیا بخواد چه دنیا نخواد ما باز کار خودمون رو انجام بدیم. من حرفم به دنیا این هست که شما اگر امروز بیاین و از مردم ایران حمایت بکنین، هزینه آزادیمون کمتر خواهد بود برای به دست آوردنش تا بیشتر، ولی ما به آزادیمون چه بخواین چه نخواین خواهیم رسید، ولی در فردای آزادی یادمون نخواهد رفت که کی با ما بود در این مبارزه و کی در مقابل ما ایستاده است. توپ در کورت دنیا هستش که امروز جواب مردم ایران رو چه خواهند داد. پیام من به رهبران سیاسی جهان، میخواد آقای ترامپ باشه، میخواد آقای نتانیاهو باشه، میخواد رئیس جمهور فرانسه باشه، میخواد نخست وزیر انگلیس باشه یا تمام مسئولین دولت‌های خارجی، این هست که عامل ثبات منطقه ما کشور ایران هست و خواهد بود، همونطوری که در گذشته ثابت شد که عامل ثبات منطقه ما کشور ایران هست و خواهد بود، همونطوری که در گذشته ثابت شد. پیام من به رهبران سیاسی جهان، میخواد آقای ترامپ باشه، میخواد آقای نتانیاهو باشه، میخواد رئیس جمهور فرانسه باشه، میخواد نخست وزیر انگلیس باشه یا تمام مسئولین دولت‌های خارجی، این هست
که عامل ثبات منطقه ما کشور ایران هست و خواهد بود، همونطوری که در گذشته ثابت شد. سپاس از شما جناب مهندس یواشکی. همیانان عزیز، اولا سپاس از سرکار بانو نیلوفر از امریکا که $100 لطف کردن. نیلوفر عزیز، بینایت از شما هم سپاس گذارم، لطف محبت کردید، ممنونتونم. ملاحظه فرمودی؟ این شخص میهن پرست باید سانسور باشه، این شخص میهن پرست باید در یک چارچوبی فقط حق فعالیت داره، بعد سوسکل ملوک براش سالن میگیرن در پاریس که اون سالن رو اگر سلطنت طلبا میتونستن بگیرن خیلی برنامه های قشنگی میتونستن توش راه بزنن. نه بشکنه بالا بندازا. پول سازمان تروریستی مجاهدین کجا میاد؟ کی میده؟ وقتی پلیس فرانسه حمله میکنه تو پاریس به مقر سازمان تروریستی مجاهدین، کشوی میز همین مریم لچک رو باز میکنن، تو کشوی میزش تو خونش تو پاریس $200,000 پول نقد میارن بیرون. کی میده این پولا رو؟ کمک های مردمی. آره تو میدی کشته واسه تو یخشان من خوشگه. مرسی فهمیدی فرموشه در حضرت رو. پیام ما به دنیا اینه، ولی ما دنیا ما یادمون نمیره. من این حرف رو حدود 20 سال پیش، حدودا 16-17 سال پیش در رادیو اسرائیل عرض کردم. آقای منشه امین هنوز زنده است، آرشیوش هم هست، منم دارم صداشو. عرض کردم ما فراموش نخواهیم کرد که در یک بزنگاه تاریخ چه کسانی دوستان واقعی ما و چه کسانی دشمنان ما بودن. ما فراموش نمی‌کنیم. مگه فراموش کردیم حمله عثمان ها رو؟ مگر فراموش کردیم تجاوز روس ها رو؟ مگر فراموش کردیم اشغال ایران توسط انگلیس ها رو؟ مگر حمله چنگیز و تیمور و اسکندر و عمر رو فراموش کردیم؟ پس فراموش نمی کنیم روس و انگلیس و فرانسه و اتحادیه اروپا و موگرینی و شرودر و مرکل و مکرون و میتران و تونی بلر و ارز کنم یوشکا فیشر و مرکل و هلموت کول و ترزا می و جان میجر و و همه و اون جک استرا و هاش حسین اوباما و بیل کلینتون و هیلاری و آلبرایت رو فراموش نمی کنیم. میبینی چقدر تون 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 دارم اسامی رو میگم، تازه اینا چیزایی که درشت داشته، خیلی چیز رو فراموش نمی کنیم. حالا امکان داره مثلا حالا مثال دارم میزنم، فرض کنیم منم مثل اینا خلوچل شدم، حالا مثلا فرض کنیم انگلیس ها نشستن حالا دارم برنامه هم نگاه میکنم، حالا فراموش نکنیم چیکار میکنی؟ اون موقعی که چیکار کردی اون وقت میفهمی چیکارت میکنی. ما ایرانیم نه عراق، ما ایرانیم نه ایرلند، ما ایرانیم نه اسکاتلند نه ویلز، ما ایرانیم نه اسپانیا جبل و طارق، ما ایرانیم نه تونس و مراکش مغرب نه موریتانی، ما ایرانیم نه الجزایر و لیبی، ما ایرانیم نه مصر و هند و سریلانکا و بنگلادش، ما ایرانیم نه چین و روسیه، گنده هاشم واسه گفتم، ما ایرانیم نه ایالات متحده امریکا. آره که تاریخ استقلال داره، تنها کشوری که تاریخ استقلال نداره ماییم، دممون گرم. این همه تون رو سوزونده. دانی که جناب سیاوش تمنا میکنم شماره 4 رو لطف بفرمایید. فرمایش بعدی اعلیحضرت، مردم گوش کنید. همیشه تلاش خواهم کرد تا اون زمانی که یا با یه گوله من از بین ببرید یا صدامو خفه بکنید، ولی تا روزی که جان در بدن دارم و نفس میتونم بشنم و قلم میتونم بزنم مدافع حق تک تک شما خواهم بود، حتی اگر دشمنی پدری با من داشته باشید، بلکه من با شما هیچ دشمنی ندارم. من به خاطر آزادی کشورم تا پای جان مبارزه خواهم کرد، امیدوارم در این راستا تنها نباشم و کمک شما رو داشته باشم. سپاسگزارم.
سپاس جناب مهندس سیاوش گرامی. همیانان عزیز، این فرمایشات رو که با سرود شاهنشاهی پخش کردن کدوم تلویزیون مدعی اومد پخش کرد؟ آخه مگه حتما کسی سرود پخش نکنه، سرود شاهنشاهی پخش نکنه مبارز نیست؟ نه نیست، نه نیست. اسمتونم پخش کردی تو جامعه با کمک وزارت اطلاعات، تلویزیون های سلطنت طلب لس آنجلسی میگفتن کیهان لندن سلطنت طلبه، نیمروز سلطنت طلب، خدا رحمت کنه پرویز اصفهانی رو، حالا به هر حال رفته که خدا بیامرزه. من ایشونو یه بار دیدم تو دفترش که یه آشپزخونه هم داشت، تو همون آشپزخونهش، و یه بارم یا دو بارم باش تلفنی صحبت کرد، بهش میگیم آقای پرویز اصفهانی. این آقای یکی بود به اسم ستاری، همچین چیزی، نه این ستاره خواننده خودمون، نه همچین اسمی داشت. هر هفته یه مقاله بر علی شاه مینوشت. یک مصدقی بیشرفی بود، از اون مصدقی دو طبقه بیشرف، گور به گور هم شد، نمیشتم پله های کجا داشت میرفت بالا، خدا شد سکته کرد مرد. آقا این میگن نیمروز سلطنت طلب، کیهان سلطنت، اینا چی مینویسی؟ دموکراسی، آزادی، قلم، حقوق بشر. خدا رحمت کنه دکتر مصباح رو، مصباح زاده رو اعتراض میکرد، میگن کی گوش میده؟ تلویزیون های سلطنت طلب کو؟ سلطنت طلب ملت ایران، سلطنت طلب یعنی چی؟ یعنی این مجموعه‌ای که این پشته، یعنی این سرود شاهنشاهی چیز سلطنت طلب یعنی چی؟ یعنی من داس و چکش بزنم اینجا؟ اصلا میخوام لگن بفروشم بعد داس و چکش باید بزنم؟ با اسمال بزوز گفتگو کنم؟ با امیر هوشنگ بیشرف لابی جمهوری اسلامی گفتگو کنم؟ خزعلی رو ببینم رو خط؟ با حشمت تیخکی شرط بزنم؟ بعد بگم من سلطنت طلبم؟ بعد بیام صحبت های عرضات رو پخش کنم بگم که من راه شاهزاده دارم میرم، شاهزاده 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 فرمودن شاهزاده، امروز فقط اتحاد دموکراسی، برید سلطنت، برید اونجا با هم اتحاد بکن. من نمیفهمم، شما که میفهمید خودتون بشین تجزیه تحلیل کنید. من بدم با اینا، من اصلا دشمن اینام، شما که با اینا دوستید خودتون بشین تجزیه تحلیل کنید. من اصلا یک سونگرم، شما که شش سونگرید بشین خودتون تجزیه تحلیل کنید. من فاناتیکم، هر چی شما میگید من همونم. شما همتون آدمای خوب، من آدم بد. آدمای خوب خودتون بشینید در بشین خودتون قضاوت کنید. اگر قرار بود تمام این رادیو تلویزیون ها مطبوعات اینا سلطنت طلب باشن، من اینجا 40 سال 33 سال تو خارج از کشور چه غلطی دارم میکنم؟ چرا من اصلا اینجا این همه نیروی سلطنت طلب با داشتن 4-5 تا تلویزیون در لس آنجلس، 3-4 تا توی لندن، روزنامه، هفته نامه، شب نامه، نمیدونم وسط نامه، ماه نامه، سال نامه، بالاخره همه نامه مامه، حزب، مز، گروه، سازمان، دبیرکل، تو ماچ بکن، من ماچ بکن، پاش بیا تو، شام بخوریم، نهار بخوریم، مستند، رضا شاه، من و شما نداریم، صفحه اول، پرده ششم، پرده آخر، این حرفا چیه؟ من و شما حرفا رو با هم نداریم، بیا پیش روپام بشینیم اون وقت. خب پس ما اینجا خارج از کشور چیکار میکنیم؟ خب پس ما رضا پهلوی بعد 25 سال پیش حداقل رضا پهلوی 25-30 سال پیش باشه شاه ایران میشه بود با این همه ریخت و پاش، میخوای کمترش کنم 20 سال پیش. پس چرا نشده؟ من هیچی نمیگم، به خود به عقل خودتون رجوع کن. من میدونم چرا اینو من به عنوان یه پرسش مطرح کردم، برای خودتون برید توجیه کنید. من بدترین آدم، هر چی اینا میگن من همونیم که اینا میگن، اصلا میخوام به امضا بهتون بدم. بالاخره عقل داریم، شعور داریم دیگه. تمام مشکل بر سر پهلوی بوده از روز نخست که پهلوی رو نذارن به ایران برگرده، تمام داستان همین بوده. تمام این کسانی که به اسم دروغین جمهوری خواه
روبروی دوربین ها اومدن نشستن، یک فضای رسانه‌ای رو تحت کنترل خودشون قرار دادن، فقط یک هدف بوده. دستورالعمل یک چیزی بوده. از طبقه ششم رئیس کل این شرکت یک بخشنامه رو نوشته داده به منشیش، گفته اینو تایپش بکن، تموم که شد چاپش میکنی میری به آبدارچی تو تمام اتاقا پخش کنه و تو تابلو اعلانات هم بزنی. این دستور از بالا اومده، من کارمندم حقوق میگیرم دستور رو اجرا کنم، نمیدونم باید شرکت رو تر کنم، میدونم هم اگه شرکت تر کنم باید برم تو خیابون و برم اونجا لبو بفروشم، ولی تو لس آنجلس من نمیخوام لبو بفروشم، منم میخوام ماشین بزرگ داشته باشم، منم میخوام سویچ ماشینمو بچرخ کنم، منم میخوام با انگشت تو خیابونا نشون، منم دوست دارم، من عقده این دوربینو دارم، نمیتونم دیگه، عادت کردم، احتیاط دارم، نمیدونم، من میخوام معروف بشم، مهمم نیست بهم هر چی میخواید بگید، من معروف میخوام بشم، من میخوام معروف بمونم، هر چی هم جلو اینجا میگم خودم هم میدم دارم دروغ میگم، آی من اهل مقام نیستم، دروغ میگم، من پول دارم میگیرم کارمو انجام بدم، چرا؟ من میخوام لباس شیک بپوشم، میخوام رستوران شیک برم، میخوام شیک زندگی کنم، منم میخوام تو خونم استخر داشته باشم، استاب داشته باشم، مثلا همه سگ دارم، مثلا من تمسا داشته باشم، همه مثلا گربه دارم، من فیل داشته باشم، من میخوام هر چیزی که همه دارم من درشتشو داشته باشم، چون عقده ایم کمبود دارم، در سن 20 سالگی داشتم مثلا بامیه میفوختم، حالا داشتم به مال و پولا فلان به رضا پهلوی من تو خدا میچسبونم، یعنی از هر دو طرف دارم میخورم، چون عادت دارم، بچه آخوندم دیگه، عادت دارم، وقتی 10 سالم بوده رو سرم عمامه میذاشتن، عکس مصدق خمینی تو خونم بوده، خب پس واردم دیگه، نه فقط این بیشور، اون یکی تریاکیه و اینقدر به من بگو تحریکی تا خسته بشی، من یک کچه رو میشم دارم 10,000 دلار، اینو میخوام، تو بیشه اینقدر فوش بده تا خسته بشی، من 30 سال نشستم تو لس آنجلس دارم حال میکنم، تو 30 سال تو آلمان داری حمالی میکن، حالا به من بگو ای سنگ صبور، تو صبوری یا من صبور، تو حال کردی یا من حال کردم، خدایشم تو حال کردی، واسه بشی فوش بده خود خسته، تازه رژیم هم عوض بشه، ما نفر اولیم که اونجا باشیم، چون پشتمون به لندن پره و پشت همشون پره، ما پشتمون به بیگانه نیست، برای همینه که بهتون میگم کم باید بخوابید، بیشتر باید فعالیت کنید، آیا کم میخوابید بیشتر فعالیت میکنید؟ نه به خود، فقط نشستید رضا پهلوی بیاد یه چیز بده به شما، فراخوان بده شما به این خیابونا، به شرافت بشری اگه فراخوانم داد، اومد گفت آقا مملکت اشغال شده، مردم تروریست ها ریختن تو ایران، خودتون نوشین، بالاخره اعلیحضرت چیزو داد، فراخانو داد، خب چی شو؟ بار اولم نبود، ولی این دفعه خیلی دیگه رسمی تر بود، خب چی شو؟ مگه همین الان 3 تا 4 تا از فرمایشات اعلیحضرت پخش نکردن؟ مگه نفرمودن ما تنهاییم؟ مگر نفرمودن که مرد که دنیا میگه خب پس جانشین کو؟ خب پس کو؟ خب مگه گوش نمی کنیم؟ مگه شاکی نمیشیم؟ اعلیحضرت میرن صحبت میکنن، میز نمیذارن بغل دستشون، میگیم چرا لیوان میزو نذاشتین که لیوان بذاره روش، پس چرا شاکی میشیم؟ وقتی خودمون گوش نمی کنیم، وقتی خودمون احترام نمیذاریم، میگیم شاهزاده، توقع داری 4 تا دفتر تحکیمی بشه احترام بذارن؟ حساب و کتاب بکنید 2 تا 4 تا، اصلا اونها آدمای خوب، من آدم بد، میخوایم با هم بشینیم همه رو بزنیم وسط میز صحبت کنیم دیگه؟ مطمئن من چون آدمی هم که میگم هی به تعداد خیلی عظیم دشمنان اضافه میشه، بشه، چون من اصلا برای این کار اومدم، یک نفر بالاخره باید بیاد بگه عیب کار کجاست، در حد خودم، در حد سواد و شعور خودم، میخوایم گوش کنیم میخوایم نکنیم، ما حق نداریم از اون دوتا دختر ایراد بگیریم که با اعلیحضرت 6-7 ماه پیش اون تلویزیون چجوری برخورد کردن، 8 تا دوربین داشته بودن، ما حق نداریم، من اشتباه میکنم، دارم انتقاد میکنم، من باید از خودم انتخاب کنم که نگم رضا پهلوی، نگم شاهزاده، نگم آقای پهلوی، باید بگم علی‌حضرت، باید بگم شهریار ایران، پادشاه ایران، میگی؟ به خدا که بگی، حتی تو نوشته هاتون آقا رضا شاهزاده فرمودن، چرا نمیگه علی‌حضرت؟ از همینجا شروع میشه، از همین کوچیکا شروع میشه، وقتی میگه علی‌حضرت بعد میتونی بیای تو خیابونا بگی جاوید شاه، چون بعد میدونی مقام این شخص به کجا کشیده میشه، تو اول پدرت رو بهش احترام بگذار، بعد توقع داشته باش رفیق، دوستت، همسایه، محل، کاسب به پدرت احترام بذاره، تو وقتی پدرت رو تو خیابون میبینی بهش سلام نمیدی،
تو وقتی پدرتو خودت میزنی با چوب از خونه میزنیش بیرون، توقع داری همسایه مثلا به پدرتو بگه درود بر شما جناب آقای احمدی؟ تو توقع داری بعد کاسبای محل زیر پای پدرت مثلا بلند شن باباتو ببینن؟ تو که بچه‌اشو داری میزنیدش؟ ها؟ سوزن به خودمون بزنی بعد بتونیم یه جوالوس بکنیم تو بنگاه لجن پراکنی می‌بیسی یا بقیه بنگاه لجن پراکنی. وقتی که ما نشناخته میریم میگیم درود به شرف یه لپتاپ به من بده، توقع نباید داشته باشیم، باید توقعشون به شعور متجاوز بشه، برن هوشنگ امیر بی‌شرفم بیارن اونجا و تو بری بشینی گوش کنی. آقا رضا گوش میکنیم چی بگه، چی میگه، مخوتو داره میزنه، برو گوش کن. پس توقع داشته باشید که یه عده بشینن تو هواپیما با این پاشم برن مصر که از اون خاکم بره نون بخوره. چرا؟ تا موقعی که تو اجازه میدی من به شعور تجاوز کنم، من میکنم. چرا؟ چون من اومدم که به شعور تو تجاوز کنم. تو این اجازه رو به من نده، تو دهن من بزن. زدین؟ پرسش مطرح میکنم، نمیگم زدیم یا نه، من دارم فقط مطرحش میکنم، به خودتون رجوع کنم. یک شعار نویسی قشنگی از طرف این جوونی که از من خواست من اینو پخشش کنم، حتما هم این کار رو خواهم کرد. روز چهارشنبه هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود. از جناب مهندس سیاوش گرامی بی‌نهایت سپاسگزارم. از همه شما عزیزانم سپاسگزارم. از بچه‌ای که لطف مدت کردید سپاسگزارم. اسد عزیز از آلمان 25 دلار قربون اسد جان. سرکار بانو فاطمه از نروژ 300 کرون سپاس از شما. آقا همایون گل از انگلیس از گروه میانپرستان 100 دلار سپاس از شما اونجا. و سرکار بانو نیلوفر 100 دلار از امریکا، مرسی نیلوفر خانم و همه عزیزان. شاد و پیروز باشید. این شعار نویسی را با هم نگاه کنیم. تا چهارشنبه که در خدمت خواهیم بود. پاینده ایران جاوید شاه. گوش نکنید ظریف اومد رفت این چی بود. کار خودتون رو بکنید. اونا دارن کار خودشون رو میکنن. مهم نیست اونا چی کار میکنن، میخوان مذاکره کنن. ما کار خود، ما باید جمهوری اسلامی رو ببریم. دیشب عرض کردم من آماده کرده بودم خودم رو که کلینتون، هیلاری کلینتون بره توی کاخ سفید 8 سال دیگه من مبارزه کنم بدون تعارف. من قسم خورده بودم که این میاد به قدرت میرسه، این رئیس جمهور میشه. خدا رو شد نشد، من 8 سال جلو افتادم. اما ما باید آماده مبارزه باشیم، چه کلینتون باشه چه ترامپ باشه. ما ملت ایران باید جمهوری اسلامی رو ببریم. من تکلیفم روشنه، من مبارز خستگی ناپذیرم. هستید این گویای میدان به این بنسر، نیستید بکشید کنار، دیگران رو سرد نکنید. شاد و پیروز باشید. پایان باد ایران. جاوید شاه، کدوم شاه؟ رضا شاه دوم، پهلوی سوم. ما زن و مرد جنگیم. علی شیره ای به جنگ تا به جنگی. شاد و پیروز باشید. تا چهارشنبه. پاینده ایران. جاوید شاه. جاوید شاه، جاوید شاه، ای شاه ایران، برگرد به ایران. ویوان رژیم چنج. زنده باش آسد. نه خاتمی نه رهبری، جانم فدای ویوان رژیم چنج. جاوید شاه. زنده باش شاهزاده جاوید شاه. دیوارها و زمینها رسانه ما هستن. مگر جمهوری اسلامی به برزان انجمن از محیط از شاهزاده رسانه. دنیا باید بداند ما جوانان ایران، ما مردم ایران خواستار بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران هستیم. We want regime change. تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی پای درد تو نشستند. زنده باش آزاده جاوید شاه. دنیا باید بداند که ما خواستار بازگشت شاهزاده رضا به ایران هستیم. جاوید شاه. مرگ به
از جمهوری اسلامی. زنده باش شاهزاده، زنده باش شاهزاده. مبارزان انجمن شاهزاده شد خیابان، ولی کلام آخر میشد. زنده باش شاهزاده مگر خامنه‌ای مزدور. زنده باش شاهزاده تا به چه مطلب مگر